بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. برنامه امروز جمعه 5 مهر ماه 1398 برابر با 27 سپتامبر 2019 میلادی رو شروع میکنیم و شما هم میتونید در حین برنامه در فیسبوک کامنت یا نظرات خودتون رو در رابطه با موضوعاتی که اینجا مطرح میشه بنویسید و ما هم اگر وقت کنیم و ببینیم میخونیم و دیگران هم نظر میدن. و اما ماجرای این نشست سالیانه مجمع عمومی بهش میگن دیگه، جنرال اسمبلی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که یه عده دیکتاتور، یه عده رئیس جمهور، یه عده صدر اعظم میان و چند روزی اینجا برای هم صحبت میکنن و توی راهروها هم میگن و میخندن، مخصوصا به ریش ملت‌های بیچاره. یکی از اون خنده های معروف خنده آقای حسن روحانی است که وقتی اون آقای بوریس جانسون بهش میگه که حالا شما ماه نوامبر بیا گلاسکو، اول همه فکر میکردن که این لندن انگلستان درس خونده، ولی نه، گلاسکو اسکاتلند درس خونده و ببینیم چه خواهد شد. ایشونم قاه قاه میخنده و بعد یکی دیگه از این نشست های به اصطلاح خارج صحنه، معمولا تو راهروها و پشت درهای ورودی و اینها هست، اون دیدار مکرون و بوریس جانسون و آقای روحانی بود که اونجا هم آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه به روحانی میگه این فرصت دیدار با ترامپ رو غنیمت بشمر و از دست نده، چون نه دیگه حالا اون میاد تو کشور شما تا 2-3 ماه آینده، نه شما میای اینجا. حالا ببینیم که چه کسی به حرفای اینها گوش میده و حاصل این نشست های نیویورک چه خواهد بود. ما که چند سال اینجا هستیم و میبینیم و شاهد هستیم، هیچ از این و مجاهدان میان یه مش پول خرج کنن میرن اونجا، افراد فاسدی مثل جولیانی، مثل این لیبرمن، مثل قبلا این کندی معتاد، اینا رو میارن، اونم یه روز 10 دقیقه 15 دقیقه زرزر میکنن و میرن دنبال کارشون و مجاهدین هم خوشحال. این بدبخت ها هر سال دارن پیرتر میشن، نه برنامه ای دارن، نه میتونن کسی رو جذب خودشون کنن. یکی یکی هم به اصطلاح اونایی که فریب اینا رو خورده بودن 30 سال ازشون دارن جدا میشن. اتفاقا دیدم آقای حسین نژاد با دخترشون به قول خودشون جشنکی، جشن کوچولویی گرفته بودن برای تولد این عزیزشون که سالها ندیدن همدیگر رو. من به هر دو اینها تبریک میگم. و امروز ساعت 16:00 بعد از ظهر برنامه شماره 240مین آقای حسن ارشاد از ایران رو میبینید. قبل از اون ساعت 15 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود تا درباره اوضاع و احوال و جریانات اخیر صحبت کنن. یکی از خبرهایی که باز سر تیتر بود و میگشت این ور اون ور، گویا آقای حسن شریعت مداری هم گفته بابا ما خسته شدیم، تا کی بریم نشست نمیدونم آقای نوری علا، نشست اون، نشست اون، خودمون یه جنبش را میندازیم. یه جنبش را انداخته و چه از درون ایران چه از برون ایران اعتراض ها بهش شده که آقا این همه جنبش و اینها به کجا رسیدن که حالا شما دلت خوش رهبر این جنبش شدی. حالا ببینیم چه خواهد شد. میگه که من تا حالا فکر میکردم خودم انگلیسی بلد نیستم، وضع روحانی از من بدتره. آقای اکبری شما اون روز یه چیزی گفتی، دوستان بهت گفتن که همین این دفاع است. حالا ما دفاع نباشه از روحانی، ما افرادی داریم، داداشای خود من یکیشون اینجا مهندسن، دکترن، درس خوندن، ولی انگلیسی وقتی صحبت میکنن اون انگلیسی در رابطه با الکترونیک و اینها را قشنگ پرفکت بلدن، درس میدن. انگلیسی با مردم کوچه و خیابون فرق میکنه عزیز من. این آقا هم بلند شده رفته اونجا گلاسکو، حالا با تقلب و با کاغذ ها رو شب قبل چاپ کنن اینها. من 2 هفته پیش توی کلاسی بودم، برای مدت 5 هفته باید می بودم،
بعدن براشون نوشتم آقا این کلاس اصلا به کار من نمیخوره، این نگفتم من از این بالاترم، گفتم نه به کار من نمیخوره. و توی این کلاس ما دو تا هندی بودن که یک خانمی بود یه آقایی بود، اینا با هم هیچ فامیل آشنایی هم نداشتن، ولی چون هندی بودن همین با زبان گودگودیا و اینها اونجا دیگه همش بغل دست هم می نشستن. که من به یکیش گفتم آقا این داری به این ضرر میزنی، بذار این بدبخت جدا بشینه انگلیسی حرف بزنه، نه هرچی معلمه میگه این دستش بالا میکنه نمیتونه حرف بزنه تو براش هندی ترجمه کنی. این بمانه درباره تقلب میخوام بهتون بگم. چند روز که گذشت این آقای اینجا یه چیزی هست بهش میگن پاپ کویز فکر کنم، یه دفعه میان میگن امتحان، این آقای اینستراکتور یا معلم یا استاد هرچی آمد و گفت امروز امتحانه. یه چند نفر اعتراض کردن، گفتن آقا تو گفته بودی دوشنبه. گفت خب شما که اعتراض میکنین دوشنبه امتحان بدین، ولی کیا حاضرن امتحان بدن؟ چند نفر دست بلند کردن. اینا که امتحان دادن من گفتم به این آقای خب ما چرا نشستیم اینجا، هوا خوبه ما بریم بیرون. گفت فکر خوبی، رفتیم بیرون. این دوتا هندیه گویا نشستن عکس گرفته بودن از این سوالات و امتحانات و اینها اینها. خلاصه بعد که هفته بعدش دوشنبه ما امتحان دادیم و اینها، این معلم صدای ما زد گفت که آقای سوربی این تو میدونی که دو نفر عکس گرفتن از امتحانات؟ گفتم نه. بعد گفتم که منظور چیه، یعنی ما تقلب کردیم؟ گفت نه اصلا روزی که شما امتحان دادین نه، اون روز قبلی که یه جای دیگه بودیم اون دو نفر چند نفری که امتحان دادن دو نفر که میشناسیشون. گفتم خب کیان؟ گفت این دوتا هندیه، اسمشونو گفت و اینها. گفت اینها عکس گرفتن. گفتم من خبر ندارم، ولی ما وقتی داشتیم میرفتیم یه جای دیگه ای گفتم اینها به ما گفتن شما قبول شدی ولی نتیجه رو ندادن بهمون نگاه کنیم. یادتونه وقتا میگن نمرت 18 ولی ورقه رو میداد که ببینی غلطت چیه. بعضی معلمان با انصاف بودن میگن این غلطا رو 10 بار 20 بار بنویس. خلاصه گفتم که نه من شنیدم. آها گفت که حالا اگه شما نمیخوای بگی نگو، ولی دو نفر آردی آمدن و استیتمنت نوشتن، یعنی مثل شهادت دادن نوشتن و اینها. گفتم ببین وقتی من نبودم از کجا بدونم؟ فقط من میدونم وقتی که داشتیم با ماشین میرفتیم یه جایی بحث این شد که ورقه ها رو پس ندادن، گفتن نگران نباش ما عکس داریم از چیزا. همین تموم شد رفت و منم چون مثل اصلا هیچ که فعل نشده، فعل نشده یعنی هیچ که مردود نشده، چون اینجا خیلی کویته، اینجا از 100 شما 80 اگه بگیری قبولی، یعنی بیچاره به اون مردمی که میافتن تو اون 20% که شما اشتباه کردی، یعنی یه سوالی هست تکنیکی هست هرچی، اون 20% شامل یه سری میشه دیگه که شما اشتباه کردی بلد نیستی. بمانه این ماجرای ایرانی ها که میان اینجا دکتر میشن و فلان، آقا شما $3000 برای من بفرست من برات مدرک دکترا میفرستم. اصلا مدرک دکترا برات میفرستم در رشته زبان انگلیسی. اینجوری چیز نکنی. یا دیدم یکی دیگه نوشته آقا این آقا اگر در انگلستان درس خونده چه احتیاجی به مترجم داره؟ بابا جون یه چیزایی هست بهشون میگن پروتکله، که مثلا اگر همین ترامپ میبینی اینجا مسخرش میکنن، میگن ترامپ وقتی حرف میزنه ما باید مترجم باشه به انگلیسی برامون ترجمه کن. حالا شما خیلی سخت نگی، حالا فکر کن که این آقای روحانی هم مثل بلبل مثل آقای رضا پهلوی انگلیسی صحبت میکرد، چه فایده ای؟ مهم اینه که روحانی وقتی حرف زد حتی دشمنا میگن این حرفهای قشنگی زد. ببین حرفاش قشنگ بوده ولی دروغه، عملی نیست. ما نمیدونم نظم رو برقرار میکنیم، ما کشورهای دیگر رو اینجوری میکنیم و اینها اینجوریه. در صورت نظر شما درباره این نشست ها نباید این باشه که آقا انگلیسی این خوبه یا انگلیسی اون بده. تازه الان مترجمی هم که آوردن، شما مترجمه، من خواستم بگم بابا این مثلا این آقای سریتا پارسی
چند تا زبون بلده، ماشاءالله همه هم خوب صحبت میکنه. من نمیدونم چرا یه آدمای درست حسابی نمیارن. اتفاقا تو فیسبوک بود، نمیدونم یه آقای دیگه ایرانی انگلیسی حرف میزد، من یکم به خودم امیدوار شدم، مثلا آقای اکبری که امیدوار شده. در اصل اینجوری خودتون رو پایین نیارید، از شخص ایراد نگیرید که این مثلا امروز ریشش اینجوری بود، ریشش رنگ کرد، ولش کن اونا رو. اون به اصطلاح کارش، اون فکرش، اینا رو بیار روی میز تشریح، بگو آقا این آقا این همین بود که ما با سهیمی گفتیم، گفتیم آقا گور پدر ترامپ، از اینکه ترامپ شارلاتانه که حرفی توش نیست، ولی شما که میگی تحریم فلان، آقا این آخوندا 40 ساله به مردم میگن ما تحریم ما رو خودکفا میکنه، تحریم ما رو قوی میکنه. خب یقه اونا رو باید بگیری. بعد آقایی بود نمشته بود، اتفاقا این آقای حالا امروز عذرخواهی کرده بود که آقا اگه به شما برخورده، من گفتم سوربی ترمز بریدی، گفتم نه بر نخورده من که آقا از پس شما بر میام، نمیمونم در مقابل شما. ولی مهم اینه که تو که من میگی من ترمز بریدم، یا آقای دکتر سهیمی میگی در باره موضوع مطرح، آقا موضوع مطرح شما نوشتی تحریم ها ملت ایران. من میگم آقا تحریم ها ملت ایران، تو ایران آخونده دارن دروغ میگن مردم، میگن ما رو خودکفا میکنه. بعد شما میگید در رابطه با موضوع صحبت کن، یعنی چی؟ یعنی منم بیام فقط بگم ترامپ شارلاتان مقصره، اون دوستونم میگه نه چون شما درباره، میگم آقا مگه خود طرف اونی که اینو نوشته، اونی که پست گذاشته، مگه زبون نداره، عقل نداره، معلول، احتیاج به وکیل داره؟ بعد میگه نه من برنامه شما از قدیم نگاه میکردم، شما خیلی هم آدم چی میگن سکولاری هستی، خیلی هم به دیگران امکان میدی بیان صحبت کنن فلان اینا. میگم خب نتیجه این همه سال که منو میشناسی اینه که امروز که من دارم یه چیزی رو حقیقت میگم، تو بگی سوربی ترمزش بریده. ما ملت عصبانی هستیم. آقا خدا کنه این آقای فخارزاده بیاد یه چند تا برنامه بذاره به ما یاد بده ما چجوری از عصبانیت دست بکشیم. درباره عصبانیت یه ویدیویی رو آقای نادر رفیعی بعد از 28-30 سال، اینم به فشار آقای امید دانا، این امید دانا با وجود ببین من باش مخالف بودم و مخالفم هنوزم، از ریخت و هیکل نحسش خوشم نمیاد، دندوناش همیشه اینجوری و انگشترهای اینجوری مثل موش میمونه قیافش، ولی وقتی آقا داره یه چیزی رو درست میگه الان میدونم اکبری میگه آقا خودت الان من گفتی ایراد شخصی نگی، همین الان ایراد گرفتی. آقا هممون بدیم، هممون خرابه کارمون. من که نمیگم کار شما خرابه، من میگم کارمون خیلی خرابه. این امید دانا یه دوتا برنامه درباره فرخزاد گذاشت، والا بلا سالها پیش من راجع به فرخزاد صحبت کردم، گفتم فرخزاد نه در زمان شاه پخی بود نه در زمان شیخ، در زمان شاه خفه شده بود میرقصید، صداش در نمیمد که آقا من در آلمان زندگی کردم اینجا آزادی نیست، در زمان شیخ هم چون اومد بیرون مجبور شد دوتا فحش داد که برنامه بذاره، بعدم که دید آقای گنجی و دیگران بخار ندارن، پولی به این نمیدن، هرچی پول میگیره آقای گنجی میده به دخترش و به پسرش و به بچه هاش، این گفت آقا کاش که من اصلا از ایران نیومده بودم بیرون. اصلا توی این ویدیویی که آقای رفیعی که یکی ازش سوال کنه آقای رفیعی شما 30 سال این ویدیو رو برای چی نگه داشتید، وقتی که خواهر شما طلب اومده تو اروپا تلویزیون باز کرده، اینام چون باباشم تو کار تلویزیون بوده، اون ضرب المثلی هست میگه گیرم پدر تو بود فاضل، اینو رعایت نمیکنن، آمدن خب حالا دیگه برنامه میذارن اینجا که معیاری نداره. اینجا شما میخواید دوچرخه سواری کنی، میگه باید 3 ساعت 4 ساعت بری گواهینامه‌شو بگیری، ولی تلویزیون داشتن، برنامه گذاشتن، کی از شما گواهینامه میخواد؟ حالا یک مشنگی هم رفته 4 تا مدرک گرفته، مثل سوربی یک وقت گذاشته کلاس نمیدونم سی جی کامپیوتر گرافیک، کلاس گویندگی، کلاس کارگردانی، دستیار کارگردانی، عمر خودش تلف کرده. بمانه این نوار آمده بیرون و برید ببینید فرخزاد چجوری به غلط کردم و گوه خوردم افتاده،
چجوری به خمینی که فوش میداد حالا میگه آقای خمینی؟ این آقای دکتر بهار حرف خوبی میزد، میگه ما چون کاشی هستیم، خودش میگه ها، ببین وقتی یک کسی اهل کاشانه میگه من ترسو هستم، اینو شما نمیتونی به من ایراد بگیری. یک کس شیرازیه میگه من تنبلم، شما نمیتونی ایراد بگیری. ولی اگه یه تهرونی گفت شیرازی یا تنبلم، با مشت میزنیم تو دهنش. اگه یه تهرونی گفت کاشانی یا ترسوان، با مشت کاشانی میزنه تو دهنش. آقای دکتر جلیل بهار میگفت ما اینقدر ترسو هستیم که به تفنگ میگیم شما فنگ، یعنی احترام میذاریم به یه چیزی که اصلا زبونم حالیش نیست. اینم آقای فرخزاد 4 سال بعد از انقلاب تو ایران بوده، هیچ که کارش نداشته. اون دوره بلبشو و بریز به پاک چی میگن، خر تو خر و شیر تو شیر، هرچی بگی. هی چند نفر میریختن تو خونه شون اینا. بعد حالا میاد توی نواره میگه، میگه اگه نگاه کنید حتی آقای خمینی گفته معترض مردم نباشید، خونه مردم حریم شخصیشونه فلان اینا. و بعدم قشنگ چندین بار میگه من اگه بتونم برمیگردم میرم ایران. درست برعکس سربی که میگه ایران چه مجاهد بشه، چه شاه بره، چه شمایی که خیلی دموکراتی آقای اکبری بری، چه آقای یکی شریعت مداری بره، چه آقای چمنارا بره، بنده ایران برو نیستم. چون آقا حکومت نیست، مردمم بدن. حالا شما بگو چجوری میشه مردم رو درست کنیم؟ یه حکومتی باید بیاد. اتفاقا امروز با این دوست آلمانیمون صحبت میکردیم، باز یادم باشه راجع به آلمانی و انگلیسی بهتون بگم، و یکی پیشنهاد میکرد که تو ایران و کشورهای دیگه باید دیکتاتورهایی باشن و الا مردم ما بدون دیکتاتور زندگی نمیتونن بکنن. گفتم که شما نگو دیکتاتور، بگو یه آدم با قدرتی باید باشه. همه قرار نیست دیکتاتور باشن. تا اینجا میگن firm and fair، یعنی هم قاطع و هم عادل باشی. شما با بچت دیکتاتور نیستی، ضمن این که بله بهش دیکته میکنی امروز صبح باید بری مدرسه. شما قاطع هستی. آتاتورک با ملتش قاطع بوده، امروز هم بهش میگن پدر ترکیه. اصلا عکساشو میبینی بزرگ زدن این ور اون ور، و مال ما عکسای کی زدن؟ اون موقع عکس شاه و فرر میزدن، حالا عکس خامنه ای خمینی، انگار این دوتا با هم ازدواج کرد. بماند درباره انگلیسی باز یه نکته ای رو میگن. این دوست ما که 75 سالش هست، این دوست ما که رشته زبان رو خونده و تدریس میکنه در دانشگاه مریلند در مدارس آلمان و زبان آلمانی رو هم تدریس میکنه، ما اینو 4 سال پیش دیدیم. حالا که آمده اینجا چند روز با ما بود، از من خارجی میپرسه به نظر من انگلیسی، به نظر شما انگلیسی صحبت کردن من چگونه است؟ و ما براش توضیح دادیم، گفتیم انگلیسی صحبت کردن شما کتابیه، کاملا ما میفهمیم. مثل انگلیسی تو خیابون نیست که دوتا ساچمه انداخته باشه تو دهنش اینجوری صحبت کنه و اینها. و این ماجرای انگلیسی، دونستن کلمات، اینا خیلی کار میبره. حالا کسی اومده چیز گرفته بعد رفته همش داره با آخونده حرف میزنه، اینم مجبور زبان آخوندی حرف بزنه. حالا اونا رو ولش کن، کل ماجرا رو که گفت شما چی فکر میکنی؟ و نمیدونم هستش رفتش، چون اصلا اینا هیچ برنامه‌ای نیست. اون روز چی صحبت کرده؟ ترامپ صحبت کرده، مردی که اصلا چشاش باز نمیشد، انقدر پول زده بودن به اینجاش و اینها. فرداش هم دخترش آمده، تنها چیزی که همه راجبش نوشتن که این سینه بند نبسته، ببخشید سر سینه هاش، سر پستونش این دکمه هاش اینجوری سیخ شده. اصلا دیوانه هستن این خانواده. روز اول هم که رفتن نشستن جایی که مال افراد معلول فلج اینها هست. اینم از درود بر شما آقای فرزاد نیساری. آقای فرزاد نیساری تا هستی وایسا، 2-3 تا نوشته بود براتون فرستادم، یه 2 تا پیام بذار پخش کنم بعد با هم بریم، چون حالا
این تلویزیون دیگه کم کم داره میشه تلویزیون شیرازی. بذارید ما ایران صداشو زیاد کنیم، این صدای دوستمون. این آقا همکلاسی داداشای من بوده، چون داداشای من قبل از انقلاب اومدن اینجا، هر دوشون هم اینجا درس خوندن و هر دوشون هم آدم های موفقی بودن، هم توی به اصطلاح کلاس مجانی به دیگران درس میدادن، که طرف میگفته آقا درس رو ولش که شما به ما تقلب برسون. بله، گویا آقای نیساری اون نوشته ها رو گرفته، نوشته مطالب جالبی است که از گفتن آنها تا به حال کوتاهی کردم، اما در مورد ایلیاتی بودن پالانی نیاز به تحقیقات بیشتری است. رژیم پالانی خود مدعی است که رضا قلدر بزدل از ایل لک است، اما ما در ایلیایی بودن پالانی ها مسئله داریم، شک داریم و نظر دیگری داریم که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. اما از این که بگذریم، نوشتار جالبی است از تاریخ حقیقی، از تاریخ حقیقی. نویسنده این مطالب کیست؟ والا این آقای رئیسی نوشته من چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتم. حالا که شما میگی منم اقرار میکنم، من یادم نمیاد همچین اسمی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه راجع به آقای دکتر مصدق. ولی همین دوست ما که از آلمان اومده که الان 75 سال شده گفت من کم کم چیزها رو دارم فراموش میکنم، و یکی از چیز به اصطلاح از تمرین هایی که آدم فراموشی رو کم کنه دیدار دوستانه. چون وقتی میشینین با دوستانتون صحبت میکنین میگی یادت میاد اون دفعه مثلا جشن تولد بود، یک کیک خریده بودن اینجوری اونجوری، و دیشب این دوستمون برامون تعریف میکرد رفتیم اینجا معبد یا تمپل یا ساختمان فراماسون ها رو ببینیم، The George Washington Masonic نشنال مموریال یا همین چیزی، و ایشون تعریف کرد گفت ما یه دفعه از یه گروهی دعوت کردیم از آمریکا آمدن آلمان، این گروه موزیک بودن 27 نفر 30 نفر بودن، کارشون هم خیلی خوب بود و رسم اینه برای که پول هتل ندیم و اینها، به اونای دیگه که بچه هاشون تو کار موزیک هستن میگیم بیاین هست بشیم، میزبان بشیم، و اونا قبول کردن. هر دو نفری از اینا رو دادیم به یه خانواده یا اینها. گفت روز آخر گفتیم خب حالا یه مهمونی هم بذاریم، اینجا رسمه برعکس ایرانی‌ها که وقتی تموم میشه فوش و فضیعته اینجا جشن میگیرن، گودبای پارتی میذارن. میگه وقتی ما گودبای پارتی گذاشتیم، این گفت من استیک میارم، اون گفت من چیپس میارم، این گفت من نوشابه میارم، یه خانمی گفت من ترماسو میارم. ترماسو یک دسری هست تقریبا مثل کیک‌های خامه‌ای خودمونه، و چون خامه توش هست و تخم مرغ هم فکر کنم داخلش باشه، این گویا وقتی رفتن اونجا توی پارک یا هر جا بودن گرم بوده، این فاسد شده و اینایی که خوردن خوشمزه بوده ولی 5 نفر پویزن مسموم شدن، به حدی که چند این 5 تا که رفتن بیمارستان پلیس آمده، اداره بهداری آمده که آقا چی و فلان اینها، دسیسه ای نباشه و اینها. بعد این مهمان ما میگفت که مدیر مدرسه فوری آمد گفت که بگید که این خانواده ها مهمونی گذاشتن و هیچ ربطی به ما نداره. گفت من بهش گفتم من چرا دروغ بگم، ما مهمونی گذاشتیم، ما از شروعش ما بودیم تا حالا، حالا اگه مسئولیتی هست قبول میکنیم. بعد گفت فهمیدن که هیچ عمدی در کار نبوده، این کیک رو که آوردن به جایی که بذارن توی یخچال گذاشتن اونجا، گفتن 2-3 ساعت دیگه میخوریم، این کیک چون تخم مرغ داخلش بوده چیز شده. حالا کلمه ترماسو بهتون بگم، ترماسو یک دسر ایتالیاییه اگه اشتباه نکنم. بعد وقتی ما معنیشو پرسیدیم گفتن یعنی میشه بیام منو بلند کن. حالا یا اونی که به ما گفت شوخی میخواسته بکنه، اگه کسی بلد معنی ترماسو چیه بنویسه، این روزا که روی اینترنت بشه پیدا. خب دوستان عزیز، نشست سالیانه سازمان ملل نظر شما چیست؟ درباره انگلیسی روحانی و دیگران صحبت کردیم. آقای پروفسور، راه دوری نرو، آقای پروفسور هوشنگ امیر احمدی،
آقا شما انگلیسی صحبت کردن ایشونو وقتی میبینی، مخصوصا تو واشنگتن، خدا شاهده افرادی که کنار خیابون دست فروشی میکنن انگلیسیشون از ایشون و از من بهتره، چون با مردم حرف میزنن. این آقا یک کتابی رو درس میده از اول سال تا آخر سال، این کتاب رو بلده. بدبخت دانشجو هم چه بفهمه لهجه رو چه نفهمه، مجبوره بره این کتاب یاد بگیره، امتحان بده قبول بشه. اینه. خب بله، پنیر فیلادلفیا. برنامه چهارشنبه رو گوش میکردم، اول برنامه امروز رو اینجا ندیدم، ولی سلام و درود بر شما، گفتید کامنت نگذارید، ببخشید آخریش نگفتم کامنت نذارید. آقا چرا تفسیر میکنی حرف من؟ میگن تحریف. ما میگیم آقا اینجوری پیام نذارید، من آمدم سلام. کلمه دومی رو که سوربی میگه، میگه منم همینطور، شما رو نمیگم آقای ما خورسندی. این خانم لیلا میلانی این کارو میکرد، حالا اون روز هم آمده نوشته سوربی منو بلاک کرده. اون سعید بهش میگه خانم شما کجا بلاکی؟ شما اینجا 18 تا کامنت گذاشتی و من دارم میبینم. چیزی که هست بلد نیست، یک کمی لوته که اونم مثل من ایراد میگیره. ما گفتیم که بذارید آدم ربع ساعت 10 دقیقه حرف بزنه، اون وقت شما دیدید وقتی من مصاحبه دارم با یه نفر اون صحبت میکنه، من اینجا مینویسم 4 تا کلمه بنویسید، بعد وقتی پیغام میذارید درباره این 4 کلمه باشه و الی آخر. و الا نه آقا شما هر چی دلت میخواد کامنت بزن. خب ببینیم که بله، آقای امیر حسین لادن باز یه مقاله نوشتن و برنامه تلویزیونی دارن، این بار درباره بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشان هستند، نفوذ و قدرت اختاپوسی به نام ایپک، یا بعضی ها میگن آی ایپک، اسرائیل امریکن پک هم پالیتیکال کمیتی هست اینجوری. خب این هم از این. آقای خورسندی شما نظر درباره این دوست ما، آقای این همشهری ما، آقای فرزاد نیساری چیه و این جنبشی که با دوستانشون را انداختن نامه نوشتن به سفارت های به سفارت فرانسه و اینها، و بعدم حالا که میگن یه طرحی درست کردیم چنین و چنان. اگه شما نظری داری مثل این دوستمون که پیغام گذاشته پیغام بذار. بله میگه که حاشیه رو ول کن، به حوصله شنونده هاتونم احترام بذارید. آقای عامری من اصلا به هیچ کس احترام نمیذارم. شما دوست داری وای میسی، دوست نداری میری بعدن میای که بتونی هی ببری جلو اینها رو. و آقا این مزخرفات چیه؟ این برنامه برنامه لایوه، تو برنامه لایو مثل مهمونیه، ما داریم حرف میزنیم، یه دفعه یکی از راه میرسه، اون یکی بهش میگه آقا تو همیشه دیر میای، میگه نه به خدا این دفعه تقصیر من نبود، مثلا پلیس راه رو بسته بود. شما چقدر باید بی تربیت باشی که به این بگی آقا حاشیه رو ول کن، ما اومدیم اینجا مهمونی، میخوام حالا چلو کباب بخوریم، ای کوفت بخوری. آمری فامیلی داشناست کی بیام کجا بیار بزنم این آمری خیلی فامیلیش آشنان، بزنم کی هستی آمری. آمری این از کلمه امر که نمیاد، اون باید با الف باشه، بهروز آمری. خب موعد که سفیده، آقا شما که موهات سفیده باید حوصلت بیشتر باشه. البته ببخشید من و شما بالای 60 که میریم میشیم مثل کاغذ توالت، دیدی کاغذ توالت اولش که هی برمیداری کم کم تا آخرش تا چی میکنی تموم میشه، میگن آخر اون ما عجله داریم، فکر میکنیم الان باید همه چی رو بگیریم همه چی رو، بعد همین عجله میکشتمون. Take it easy، شیرازی باش، حالا یارم بیاد دلدارم بیاد، خیلی عجله نکن. دستا خوشحالم که شما اینجا هستید. و ببینیم کجاست ایشون، میگه work at شاعر و ترانه سرا. گفتم بهتون این شاعر ها یه چیزشون میشه ها، اولا شما work at شاعر و ترانه سرا غلط عزیز من، شما که نمیتونی آقا با فارسی ترجمهش کن، کجا کار میکنی؟ شاعر و ترانه سرا. مثلا میتونه یه شاعری بگه من در پیچی اندیشکده شعرا کار میکنم،
کجا کار میکنی باید یه مکانی باشه، یه محلی باشه. چه کار میکنی؟ از بیکاری شعر میگم. شاعر و ترانه‌سرا، نویسنده، ات رایتر. غلطه آقا، اینا همه غلط. مدرس هم ایشون هست، مدرس پویتری، یعنی درستون میدن چجوری شاعر بشی، بهتون یاد میدن هر وقت بیکار بودین بشینین یه قلم کاغذ بگیرین دستون، بعد بگین امروز درخت زیبا آفتاب آسمانی، بعد حالا بشین اینا ربط بده به اون چیزی که میخوای. و الا شعر و شاعری تا اونجایی که ما میدونیم باید در نهاد بشر بوده باشه و به یه سنی که میرسه خودش اینها رو خلق کنه، درست کنه. این نظر منه. الا اینایی که به زور شعر میگن میشه مثل من که به زور میخواستم برم تار یاد بگیرم. تو خیلی از این مهمونی ها هم زدیم، هی گفتن آقای سوربیار شما بیا تار بزن، ولی از همشون عذر میخوام ببخشن که ما با این تار زدن بد وقت اینا رو گرفتیم و کشتیم، مخصوصا از افرادی مثل آقای آمری که عجله داره. خب آقای آمری میگه بگمونم اقتصاد مال خره. خب آدم هم، ادب هم مال خره. خیلی خوشحالم که آمدی تو حزب خران. ما اینجا سال هاست، شما این برنامه منو دیدی باشی میگیم بابا این حق خرا خورده شده. یه موجودی به این با معرفتی، یه موجودی با این چی میگن کاربرد، که با خوردن یه خورده علف و یه خورده بدبخت تو ایران که کاغذ های خیابون رو میخوردن، حالا لابا چون فایبر داشته، از نون خشکک بهشون میدادن، اون وقت این همه کار میکنه. اون وقت شما که شاعری وقتی میخوای به دیگران توهین کنی میگی این خره. آقا وقتی میخوای به دیگران توهین کنی بگو این شاه مفتخوره، شازده است، شیخ، آخونده، آقازاده است. این مقام والای خر رو خراب نکن شاعر عزیز. حالا امروز من میخوام مدرس بشم، به شما درس بدم، به خر توهین نکن. کار آقای نیساری برای سرگرمی است. جنبش باید داخل ایران باشه. ما خارجی ها از اینجا نمیتوانیم هیچ کاری انجام بدهیم. مجاهدین 40 سال از رئیس جمهور داشتن، اسلحه هم داشتن، کاری نکردن. آقای نیساری، من هم اون روز به شما گفتم، هم قبلا به شما گفتم، شما میتونی نفر جمع کنی. ببینید اشکال شماها اینه پایگاه در ایران ندارید. آخوند پایگاه داشت، پایگاهش هم شاه براشون درست کرده بود. مساجد پایگاه. بابا من مأمور حکومت نظامی بودم تو شیراز، این شبنامه که میومد تو این مساجد مختلف پخش میشد، ما میدیدیم که بابا طرف رفته جنگ زفار، اینقدر مدال اینجاشه، نه مثل شاه که علکی رفته با فلان زن یه مدال به خودش داده، رفته با یکی دیگه زنش نفهمیده یه مدال به خودش داده، طرف جنگ رفته پرش مثلا چتباز، من چتباز بودم، چتبازی اینجوری بود مثلا شما 6 تا پرش میکنی این مدرک رو میگیری، 12 تا اون مدرک رو، 100 تا پرش میگیری اینو، بعد میری سقوط آزاد اینو اونو اینها. این جنراله یه شبنامه از یه آخوندی که میومد وحشت میکرد. آقا سرهنگ، آقای فرنود احمدی، این به اصطلاح فرمانده تیپ 55 هوابرد شیراز بود. شبنامه ها که میمد اولا به ما گفتن تو خیابون اگه پیدا کردید، تو خیابون وقتی داریم میان اینا میان شبنامه ها رو میریزن تو کوچه ها و تو جوب و پشت خونه های مردم، شما اینا رو بیارین تا به اصطلاح این اطلاعات وزارت ضد چی بود، اطلاعات ضد اطلاعات، نمیدونم رکن دو رکن سه هم چیزا، اینا بررسی کنن. آقا به جای بررسی میلرزیدن، میترسیدن. ولی خب شما دوستان نگاه کنید، آقای رضا زرابی میگه امروز تمام دوستداران رضا پهلوی بیان در فلکه و یا میدانها، هیچ خبر نمیشه. شما دوستان میگین در تمام میادین شهر، میگم آقا اینجوری نمیشه. طرف دروازه اصفهان داره راه میره و شما فکر کنی این اومده برای شما، اون یکی دروازه کازرون دنبال نون و ماس و دوغ فکر کنی برای شما اومده، اون یکی دروازه نمیدونم چند تا دروازه داشتین، دروازه اصفهان، دروازه کازرون، این یکی که میره به طرف بوشهر، چرا نمیگفتن دروازه بوشهر، میگفتن فلکه فرودگاه. بله
آقای کابوسی، اون دوتا ویدیویی که فرستادی آقا خدا از سرت نگذره. آقا ما این مهمون خارجیمون آلمانیمون اینجا بود، رو صفحه فیسبوک گفتیم بله نگاه کن اینجوریه، مثلا دوستان پیام میفرستن، یه دفعه زدیم این این خانومه که دوچرخه ثابت سوار میشه. خدا بگم چه کاره. خلاص میگه کاووسی، میگه ایرانی پروگرام شده بخوره و بچه پس بندازه، بخوابه و نق بزنه، کارهای مفید و ملی کار خره. باریکلا این کاووسی میگه اون کارهای درست و صاحب مال خره. خره بدبخته که خونه هر کدوم از ما رو نگاه کنی، اگه این اولاغا خران نبودن که بار بیارن گچ و آهک و آجر و فلان اینا، من و شما بی خانمان بودیم. بعد از بچگی ما این خرار اذیت میکردیم، تا بعدم که یک کمی شعور گرفتیم و یاد گرفتیم دوتا کلمه، به هر کی میخواستیم توهین کنیم میگفتیم خر. بله. خب دوستان عزیز بذارید بابا ما قرار این پیام همشهریمون رو پخش کنیم و من هم درد دلم رو برای این دوستم بگم. اول پیام اولیش راجع به من نیست، با هم گوش میکنیم راجع به آقای ایشون گفته آقا در حین پخش پیام من شما حرف نزن. چشم، ما حرف نمیزنیم. بذارید من این تصویر رو بذارم اینجا بنویسیم. این چنده؟ یک لحظه بله بکنم پلیر دو باشه. بله پلیر دو اگر بیاد، که نمیاد. این عکسی هست که هم شماره تلفنمون نوشته آمد نوبه ها تی شد فصل یا. این فصل یعنی دوری و هجران، نه اینکه فصل یارمون تموم شد داره بریم دنبال یه یار جدید. اوکی. صدای مردم از تلویزیون مردم. من ساکت میشم در حین صحبتهای ایشون می نویسم چیزایی رو که میخوام بعد از صحبتهای ایشون صحبت کنم. با هم میریم به نیوجرسی. یکم طول میکشه تا این فایل صدای ایشون بیاد در سیستم. صدایی هست آقای سوربی، امیدوارم خوب باشید. این صحبت هایی که من نمیخواد امروز بکنم، اگر شما فکر میکنید به ضرر شما تموم میشه لطفا پخش نکنید، اگر دیدید به ضررتون نیست پخش کنید و صدای من بریده دارم دارید کامل صحبت کنم تا کسی نظری داره بیاد نظرش رو بگه. من برنامه آقای نیساری و آقای گاردن رو دیشب در یوتیوب دیدم. چند تا مسئله هست که میخواستم خدمت شما عرض کنم که ایشون هم متوجه بشن. ایشون در مورد سکولار دموکرات صحبت کردن، معنی واقعیش یعنی دین از حکومت جدا باشه، این چیز دیادی خواهی نیست. در مورد آینده حکومت آینده ایران که در دست مردم ایران هست، تنها چیزی رو که ایشون توجه دارن و بنده خیلی به اون علاقمندم، هر کسی در ایران کار میکنه مالیات میده باید رایگان بیمارستان دکتر هر چیزی رایگان داشته باشه، در ضمن در موقع بازنشستگی حقوق حداقلی دریافت کنه که بتونه ادامه زندگی بده. این خب خیلی خوبه، منم خیلی با این موافقم. در ضمن در مورد دانش آموزان ایران، همه به طور کلی از کلاس اول تا دوازده باید کمک های دولتی دریافت کنن به کسانی که قادر ندارن، یعنی به اون صورت وسعشون نمیرسه، ماهیانه باید پول بهشون دریافت بشه که اینا بتونن حداقل با خیال راحت 12 سال تحصیل کنن تا بعدش دیگه ببینیم چه موضوعی پیش میاد. موضوع دیگری که صحبت داشتم این بود که اینا نظریات بندم هست، این آقای نیساری، ولی بعضی چیزهای آقای نیساری قابل قبول نیست. صحبتاشون نه خیلی خوب بود نه خیلی بد بود.
قابل قبول بود، قابل قبول هم هست. امیدوارم که ایشون از این موضوع ناراحت نشن. ایشون در مورد آینده ایران در مورد تیر و تفنگ صحبت میکنن. آقای سوربی، اگه قرار تیر و تفنگ باشه که ما مریم خانم داریم، آقای جان بولتون هم داریم، خب این دوتاش کار نکرده، پس دیگه بهتره که این موضوع رو ادامه ندیم. هیچ چیزی به جز مذاکره کار رو انجام نمیده. امیدوارم که موفق باشید. من برنامه شما رو مدت ها بود در یوتیوب نمیدیدم، بعد دیشب دیدم، خیلی سورپرایز شدم، نگاه کردم. یه چند تا سوالم در مورد آقای لادن دارم که انشاءالله در برنامه آینده، فکر نمی کنم تو اینجا یا دیره، از ایشون سوال خواهم کرد. موفق و پیروز باشید و امیدوارم که آقایی که میان صحبت میکنن دیگه هم 3 دقیقه قطع شده، جمله ایشون تموم نشد. خب دوستان، این دوست ما ایشون خودش به من گفت که داداشای منی میشناسه و با هم هم مدرسه بودن، هم کلاس بودن اینها، و لطف داشت. حتی موقعی که آقای سعید کاوسی برنامه داشت، مثلا یه بار یه مبلغی فرستادن که من برم با سعید کاوسی بریم نهار بخوریم. ممنونم، متشکرم. این ماجرا، این پیام شما، من اولا متوجه نمیشم چرا باید به ضرر من باشه. یه دوستی آمده برنامه گذاشته، شما دوست دیگه دارید نظرتون رو درباره برنامه اون میگید. اگر فکر میکنید که مثلا چون شما نظر میدید ایشون دیگه برنامه نمیذاره، نمیدونم نون شب ما قطع میشه، اصلا تلویزیون مردم اینجوری نیست. آقا من اینجا میگم قشنگ، شما مقصد چون پیام دومتون پخش میکنم، برای خانومتن باشه این پخش. بنده به این 50 دلار و 30 دلار و 20 دلار و 10 دلار نه شاه شده ام تا امروز، نه اگه اینا گیرم نیاد گدا میشه. و این یک، پس به ضرر من اصلا نمیدونم چرا به ضرر من باشه. در رابطه با سکولار دموکرات شما کاملا درست میگی، اینایی که پشت اسم سکولار دموکرات سینه میزنن دنبال این هستن که دین از حکومت جدا باشه. یعنی اینجا میگن state separation of state and church. ولی کاکو جو، تو همین آمریکا دین از حکومت جداست؟ آقا این همه دوستان به اشتباه میگن بالای سردر سازمان ملل نوشته تو که از نمیدونم ما همه فلان مال سعدی، دروغه. یک قالی این آقای چیز همین آخوندا دادن به سازمان ملل، گذاشتن توی اتاقی رو اون نوشته، نمیدونم راجع به این شعر. حالا بمانم سوپریم کورت، بنده پریشبم اونجا بوده. شما وقتی میای اینجا میدونید اولا این کپیتال به عنوان مرکز واشنگتن بناش گذاشتن، یعنی خیابون صفره، از این ورش یک شروع میشه، از اون ورش هم یک شروع میشه، این یکیش نورت وسته، یکیش نورت ایست. و وقتی میای اینجا این ورش سوپریم کورته، اون ورش نمیدونم کتابخونه نشن مال چیزه، مال همین کپیتال و اینها هست، و خیابونای واشنگتن همش یکیش نمیدونم مال پول چاپ کردن، یک مال IRS، همش سازمان های دولتی. یه شهر دیدنی هست واقعا، اگه کسی نزدیک هست بیاد، کسی هم اگه دور هست اگه میتونه برنامه بذاره بیاد. کجای آمریکا دین از حکومت جداست؟ آقا این شالاتان وقتی خواست قسم بخوره دیگه دو طبقه، چون خودش خره دو طبقه، ببین منم به خر توهین میکنم، چون خودش شالاتان و احمقه دو طبقه است، روی انجیل دو طبقه که یکیش مال ننش بوده، یکیش مال آبراهام لینکن بوده، آورد قسم خورد. کسی که میگن انجیل رو باز نکرده تو عمرش، ببینید چی نوشته. پس اینجا دین از حکومت جدا نیست. بالای سوپریم کورت شما وقتی بری اونجا میبینی که این عکس موسی و ده فرمان و فلان اینها هست. خب پس اینم شما خط بکشوش، اینجا خط بکشوش. دانش آموزان ایران از کلاس اول تا 12 مجانی باشه، شما گفتی حتی یه حقوقی هم از دولت بگیرن. آقا این کلمه دولت رو ما باید با ملت عوض کنیم.
میگم میگو کجا میری؟ میگو مدرسه دولتی احمدی. آقا این مدرسه ملیه، اون یکی مدرسه خصوصی مثلا شمس بود، مدرسه خصوصی نمیدونم اسمشون، ما مدرسه خصوصی نرفتیم. همه چیز ما غلط بوده، همه چیز ما رو این میگه، چون خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، همه چی غلطه. اصلا برداشت ما از دولت، آقا دولت از کجا میاره؟ یعنی یه عده میان میشن مسئول دولت که پول مادرشون و پدرشون رو به من و شما بدن؟ نه، یه عده میان باید اینجوری باشه، استخدام دولت بشن، ما استخدام ملت بشن، ما ملت بهشون پول رو میدیم، میگیم ما قبول داریم شما این پول رو اینجوری پخش کن، اینقدر برای آسفالت، اینقدر برای برف، اینقدر برای آشغال، اینقدر برای مدرسه، اینقدر برای فقرا، اینقدر برای نظام به اصطلاح ارتش. ولی این که شما میگی باید حالا حقوق بگیرن چه از ملت چه از دولت، پیشکششون آقا بذارن بچه، میگم بابا ما ستا اون یه دفعه شدیم دبیرستانی، من شدم مثلا کلاس هفتم، داداش من اون یکی کلاس نهم بود، اون یکی کلاس یازده. همین آقای مهدیار، شاپور مهدیار که ناظم بود، قبلش هم آقای مصباحی و اینا بودن، شهریهایی که میخواستن به مادر من میگفتن شهریه رو باید یک جا پرداخت کنی، مادر ما گریه میکرد، میگه آقا من ندارم، قسط ببندیم بهتون قسطی بدن. اون وقت جاکشا بعضی ها زنگ میزنن میگن دوره شا که شهریه نبود، اولاق اگه شهریه نبود کلمه شهریه رو من از کجا یاد گرفتم؟ 800 تومن بود، 400 تومن بود، اینا زیاد بود برای این عمر. 800 تومن حقوق یه معلم مثلا 300 تومن بود، 400 تومن بود، حالا بعد شد 2000 دلار، 2000 تومن، 3000 تومن. اون وقت بچه که میخواد بره مدرسه ازش 800 تومن میخواستن، 400 تومن میخواستن. بله دبستان ما پولی ندادیم، یعنی از اول تا ششم، ولی پامونو گذاشتیم کلاس هفتم، دبیرستان گفتن باید چیز بدی، شهریه بدی. اینم از این. بله آقای اکبری میگه دروازه سعدی، دروازه شادای، دروازه قرآن، دروازه کازرون، دروازه اصفهان، شیراز، در مجموع 7 تا دروازه داشته. خیلی ممنون. خب این پیام دوستمون رو شنیدیم، راجع به دانش آموزان من نظرمو گفتم و آینده ایران، تیر و تفنگ، مریم و جان بولتون. آقا شما زدی وسط خان، آقا اینا تیر داشتن، تفنگ داشتن، تانک داشتن، گلوله داشتن، حمایت کشورها رو داشتن، 40 سال جوونم بودن، یعنی قوی بودن، قدرت داشتن، هیچ غلطی نکردن. حالا یه مشتی آدم های میان سالی هستن. خب میتونیم بگیم خمینی هم وقتی این کار کرد از میان سالم بالاتر بود، مسن بود، ولی آقا اون با برنامه 27 سال 15 سال هر جوری که حسابش کنی، از 1342 تا 1357 میشه 15 سال، از 1332 تا 1357 حساب کنید دیگه 25 سال. اینا هدفشون که معلوم بود، اول میخواستن با شاه به اصطلاح شاه رو به راه خودشون بیارن، بعد که اون به قول اینها اصلاح پذیر نبود، براندازی و آمد پاش کرد توی کفش گفت شاه باید برد. اینجوری بود. تأثیر ممنونم. آینده ایران منم فکر میکنم با تیر و تفنگ اگه بخوان دوستان کاری بکنن، اونم چه تیر و تفنگی. خب این دوست ما یک کمی مجنون بود، فامیلیش هم مهجور بود، بگو من 10,000 تا تانک پشت مرز ایران آماده دارم. یه روز از استودیو که اومدیم بیرون گفتم آقای محجوب، بنده توی 2 تا لشکر زرهی خدمت کردم، 2 تا تیپ و 2 تا لشکر، شما اصلا تانک دیدی تو عمرت؟ نفرات تانک دیدی چند نفر هستن خدمه؟ آخه این مزخرفات چیه؟ شما میگی 10,000 تا تانک، آقا یکی الان بزنه بنویسه مثلا ارتش عراق چند تا تانک داره، ارتش ایران چند تا تانک داره. آخه تانک شما شب آهن خوردید، صبح از تو تنبون تانک اومده بیرون گذاشتید پشت مرز؟ اینا آمدن گفتن هی با تانک از ما، یه مش تانکونه ای رو برداشتن، این بدبخت های مجاهد رفتن نمیدونم عملیات چلچلاق، عملیات فلان،
گند زدن به خودشون. بعدم مردکه اومد به جایی که بگه غلط کردم، اشتباه کردم، یکی دیگه بیاد رهبر بشه، وایساد به طرف گفت وقتی داشتی تیر مینداختی فکر زن و بچت بودی، برای که خودش با زن و بچه اینها داشت. چی بگم؟ آینده ایران تیر و تفنگ. تو این قسمت هم با شما هم عقیده هستم. و اما گفت مدینه گفتی و کردی کبابم. 10 دقیقه دیگه میریم پهلو آقای امیرحسین لادن تا از ایشون یاد بگیریم. من یاد میگیرم، شما نمیگیری؟ خب شما بیا بگو ما از شما یاد بگیریم. این دوست ما یه پیامی گذاشته که مثل این هست که یه زخم کهنه ای هست داره خوب میشه، میکنیش، حالا کندیش هیچی روش هم نمک میریزی. این پیام برای ما اینش، بذارید براتون پخش. من بارها در تلویزیون مردم گفتم ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارند تا تو سربی برنامه بسازی و آقای عامری هم بیاد نتماشا کن. اوکی؟ این دوست ما چند مدت پیش از ما قهر کرد بدون هیچ دلیلی. آمد گفت آقا شما میگید مجاهدین، یه طرفدار مجاهدین شده بود، مجاهدین ارگانایزن، مجاهدین اسلحه دارن، مجاهدین میزنن، مجاهدین میکشن. گفتی خب آقا اگه اینقدر بهشون اطمینان داری شما برو بهشون بپیوند، شما برو براشون دست بزن، شما هوادارشون بشو، شما بیا واشنگتن، بیا نیویورک، هی براشون پرچم تکون بده، کاری بکن. خلاص، حالا خود ایشون میگه آقا اینا نمیتونن کاری بکنن، آینده ایران تیر و تفنگ و اینا نمیشه. بعد از یه مدت دوباره ایشون برگشت و نظراتشو گفت و اینها، گفت حالا تصمیم گرفتم دیگه رادیو تلویزیون ها رو نگاه نکنم، ولی من چون تلویزیون شما رو نگاه کردم و اینها و برنامه‌تون دوست دارم یه مبلغی میفرستم. آقا این مبلغم که ما میگیم 2 میلیون نیست، الان خود ایشون میگه 50 دلاره، ماکسیمم 100 دلاره. ما هم گفتیم باش. اولا تو این هین و بین ما از اون منزل قدیمی اسباب کشی کردیم مثل مراد برقی، آمدیم منزل جدید. اوکی؟ ایشون تماس گرفت آقا من به آدرس قدیم بفرستم یا به آدرس جدید بفرستم. گفتیم بابا جون شما به آدرس قدیمم که بفرستی 1 سال پستخونه اینا رو برای ما میاره، بفرست به آدرس قدیم. هرچی وایسادیم، حالا نه اینجوری که ما تو در خیابون وایسیم منتظر کمک ایشون، ولی دیگه آدم همینجوری انتظار داره ای چی شد این آقا گفت حمایت میکنم، هیچ خبری نشد، گذشت رفت. گفتیم لابد فرستاده برای اون آدرس، اونم فرستاده اون آدرس اونجا، چون بعض وقتا کامپیوتر تشخیص نمیده که آقا این چنج آدرس داده و باید بفرستیمش آدرس جدید. رفته در خونه این چیزه، بنده خدا این یه آقای دکتری هم خونه ما رو خریده، هر وقت چند تا نامه میاد زنگ میزنه که نامه هاتون رو گذاشتم توی کیسه بیان ببرید، میریم برمیداریم میار، هیچ خبری نشد. ما گفتیم خب لابد اتفاق افتاده، میخوام نامه رسان، نامه من چی شد؟ خون به رگ زار زمان شیر شد، نامه من دیر شد، ما هی خوندیم و هی خوندیم و هی خوندیم، دیدیم هیچ خبری نشد. تا این پیام، به دقت گوش کنید، به دقت گوش کنید که حالا سوربی میخواد بعدش چند دقیقه روزه بخونه، اونم روزه امام حسین و امام حسن، با هم میشنویم. 2 دقیقه است بسید. آقای سوربی امیدوارم خوب باشید. میبخشید دوباره تلفن زدم. من نه آدم مفخوری هستم و نه آدم خصیصی بودم در زندگیم و این عادت رو در وجود من شما نمیتونید ببینید. من چه شما رو نوشته بودم و واقعا استند نداشتیم و داشتم میرفتم پست کنم که خانم من پرسید برای چی داری پست کنم، گفتم یه نامه برای آقای سوربی. به من گفت شما تماس تلفنی کافی نیست که دیگه حالا نامه هم نمیسی. گفتم نه بابا یه چک 100 دلاری داره یه تلویزیونشون، چون ایشون هم خرج داره و فلان. بعد خانم من گفت حالا قبل از که این کارو بکنی بیا این فیلم رو که از سوئد برای ما فرستادن روی آیفونشون بود، گفت اینه یه دقیقه نگاه کن. خب نگاه کردیم چقدر شکسته شدیم که واقعا یه زن شوهر جوان با 3 تا بچه
حتی قادر نیستن که برن یه جایی رو اجاره کنن و پشت سرشون گذاشتن که قیمت رو نمیدونم، ضمانت خونه نمیدونم چیه بهش میگن باید بیشتر باشه و تقاضای 50 میلیون از ایشون کرده، که واقعا در وصف این آقا و خانم من نمیدیدم، چون من اطمینان دارم به این موضوع که ما خب این موضوع رو ترتیب دادیم. خانم هم گفت به جایی که این کار رو بکنید ممکنه تاثیر بذاره برای آقای صبری، ولی آقای صبری برای نون شبش محتاجه، چون به اندازه کافی از صبح تا شب داره سرکله میزنه با مردم، با $50 ایشون زیاد خوشحال نمی کنه. ما هم قبول کردیم و اینم به اون بقیه پول اضافه فرستادیم. رفت رو خواستم اینم روشن کنم که آقا از موقعی که من دیگه به هیچ نوع تلویزیون کمک نمی کنم، کمک برنامه من فقط به کسانی هست که در ایران احتیاج به نون شب، کفش، لباس و اجاره خونه دارن. اینو میخواستم روشن کنم، امیدوارم که قابل پذیرش باشه. حالا دیگه مربوط به خودتون هست چجوری قضاوت کنید اون با. ولی من این صحبت من دلیل برای نمیشه که کسی که این کارم نمی کنه حتی به تلفن به تلویزیونی که مورد علاقش نیست یا نگاه نکنه یا نگاه میکنه باید یک پولی پرداخت کنه. موفق و پیروز باشید. من در مورد آقای نیساری کم گفتم ولی خب میتونستم بیشترم ادامه بدم، ولی تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت. امیدوارم ایشون هم موفق باشه در کارش. مرسی، روزتون بخیر. آقا جون دو سه تا گاف دادی. یکی این میگه مردم به تلویزیونی که مورد علاقشون نیست پول بفرستن. آقا ملت ما به تلویزیونی که مورد علاقشونه پول نمیفرستن. ولی برگردیم به ابر و باد و مه و طوفان و فلک. شما فکر کنید ما 5 ماه اومدیم تو این خونه، یعنی ایشون هول و هوش 4-5 ماه پیش از من پرسیده به این آدرس یا به اون آدرس، گفتیم به اون آدرس بفرست، فرقی نمیکنه. بنده خدا نامه نوشته، چک نوشته، گذاشته، دیده تمر نداره. یه جوکی براتون بگم، گفت یکی زنگ زد خونه دوستش، گفت فلانی اونجاست، این اسم اکبر رو میگن که دلخور نمیشه، گفت اکبر خونه است؟ گفت نه نیستش. نه جان. گفت که خب ببین قلم کاغذ داری؟ گفت نه وایس من برم بیارم. رفت قلم کاغذ آورد، گفت که بنویس این شماره تلفن رو اخت اکبر اومد بهش بده. گفت نه جان من قلم کاغذ دارم، سواد ندارم. حالا این دوست ما همتشو داشته، چکشو داشته، تمر نداشته. حالا نوبه ابر و باد و مه و طوفان فلک میرسه. خانم ها طوفان خونه هستن ماشون. خانم ایشون اومده گفته بابا این سربی، حالا این روش نمیاد، گفته بابا این سربی نگاه قیافش بکن به این چاقی، این احتیاج به کمک تو نداره که. بعد جالب بود برای من که خانم ایشون بهش گفته از صبح تا شب سر کله میزنه. خب خانم تازه یکی از صبح تا شب سر کله میزنه به این بدبخت باید کمک کنن، چون دیگران، حالا تازه شوهر شما خوبشه، اونای دیگه که فوش میدن فقط، اونای دیگه که مزاحم میشن، این یکی هم که همت کرده شما اومدی زدی تو ریشه، تو چی میگن تو قدش، حالا زدی تو قدش. خب این دوستمون اولش میگه من یه چک $100 نوشته بودم، بعد میگه ما حالا فکر کردیم این $50 هم به اونا کمک کنیم. والا من نمیدونم اصلا ما ایرانی ها، حالا مثلا اگه من بودم من به خانمم میگفتم من چون به ایشون قول دادم اینو برای این میفرستم، فردا شب قرار هست بریم رستوران، نمیریم. به دوستامم که قرار بهشون بریم رستوران زنگ میزنم میگم جواد، محمود، محمد، حسن، کوروش، داریوش، من امشب نمیتونم بیام رستوران، این پولو میخوام بدم به یک محتاج در ایران، شما هم میخواین کمک کنید؟ ما اصلا بلد نیستیم. و ولی ممنونم هم از شما هم از خانمتون، بیشتر تشکر میکنم که ایشون فکر کرده ما چون اینجا از صبح تا شب، اولا بنده اگر سالم باشم و سر موقع برنامه بذارم 6 ساعت در هفته برنامه دارم، 6 تقسیم بر 7 یعنی ما روزانه 6/7 ساعت برنامه داریم، کجا از صبح تا شب قربونت برم. و شما برنامه ما رو نگاه کنید چند نفر کلا اینجا برنامه دارن، یکی آقای حسن ارشاده، یکی آقای علادنه، یکی آقای نیساریه،
از صبح تا شب ما اینجا داریم پول چاپ میکنیم. اتفاقا پول چاپ کنی واشنگتن اگه اومدین یادتون باشه پابلیشینگ اند انگریوینگ، انگریو وقتی یک نقش رو اینا میزنن روی چیزا، روی سکه ها. دوستان عزیز ساعت 3 بعد از ظهر اجازه بدید من همینجا مزخرفاتم رو خاتمه بدم و بریم سراغ آقای لادن، حداقل دو کلمه چیز یاد بگیریم. آقای آمری هم اگه هست برگرده بیاد گوش کنه ببینیم دنیا دست کیه. آقای امیر حسین لادن با من و شما خواهند بود. بذارید ببینیم که اسکایپ روشنه و تماس هم برقرار بشه و بله دود بله بسیار عالی مثل همیشه خندان و امیدواریم من برای دوستان میسم شاد زی آزاد زی سربلند. واقعا این شاد بودن و آزاد بودن و سربلند بودن خیلی چیز خوبیه. همه هم برای همدیگه به اصطلاح اینو آرزو کنیم. بذارید من این اسم و اسامی اینا رو خاموش کنم. دوستان عزیز با آقای امیر حسین لادن هست. آقا من سلام میکنم خدمت شما، بهتون خوش آمد میگم، خیلی خوشحالم که با ما هستید و من برای دوستان در قسمت اول برنامه گفتم که شما مقاله ای نوشتید درباره بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشان هستن، نفوذ و قدرت اختاپوسی به نام آیپک، که این اونایی که هستن در کار سیاست و خبر و اینها میدونن این گروه لابی اسرائیل هست. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا مثل همیشه از شما یاد بگیریم و از وجود شما، دانش شما بهره ببریم. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر شما جام سربی، بر بینندگان و شنوندگانتون. حتما منم آمادم که در این مورد گفتگو کنیم، ولی 4-5 دقیقه میخوام اشاره کنم به یک مطلبی و اون میخوام با این شعر حافظ یا با این بیت کوچیک شروع کنم که میگه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خواند معانی داند. کمدانی انسان رو، شما میدونید که من تلاش میکنم نادانی رو به کار نبرم، کمدانی انسان رو دچار پراکندگویی میکنه و پراکندگی اندیشه باعث میشه که آدم به هر دری بزنه و به هر سوی کشیده بشه. شخصی در گفتگوی یک ادعاهایی کرده و اشاراتی کرده که من خیلی خیلی خلاصه بدون اینکه در مورد ایشون باشه، در مورد یکی دوتا از گفتهاش یه مطلبی دارم بخوام بیان کنم. و ایشون در آغاز گفتگوش میگه که بحثی که با آقای امیر حسین لادن داشتم، این یه چیز کاملا نادرستیه که برای اینکه من نه این ایشونو میشناسم و نه با ایشون اصلا بحثی داشتم. و اینکه برای اینکه این سخنهای پراکنده باعث گمراهی کسی نشه، اون دو موضوع حساسی که تو این گفتگو بوده میخوام بهش اشاره کنم. یکیش لائیسیته بود و یکیش ماجرای سحر، خودسوزی سحر. این لائیسیته که از گفته های ایشون کاملا با نشون میداد که ایشون یا اصلا در مورد لائیسیته نمیدونه یا اگه میدونه داره غرض ورزی میکنه. من میخوام معنی کلاسیک لائیسیته رو برای هم میهنانمون بخونم و بعد خیلی معمولی بازش کنم. میگه وقتی بیپرسین لائیسیته چیست، میگه که ایده محوری لائیسیته این است که دین در حوزه شخصی بماند و سیاست حوزه جمعی را مدیریت کند، این دو به کار هم کاری نداشته باشد. یعنی چی؟ خیلی ساده میگه دین ربطی به مسئله، ربطش فقط به مسئله شخصیه و ربطی به سیاست و دولت نداره. و میگه که سیاست هم کارش مدیریت جامعه است. و میگه که بریدن نهادینه پای مذهب از سیاست را لائیسیته یا دین جداگری می نامند. لائیسیته
سازوکارهای عدم ورود مذهب به سیاست را مشخص میکند. یعنی چی؟ یعنی میگه که یک چارچوبی در قانون اساسی که لایک کشور اگه لایک باشه هست که طبق اون قانون یک چارچوبهایی مشخص شده برای مذهب. مذهب کاملا آزاده، مذهبیون کاملا آزاد هستن، هیچ کس حق نداره به کسی بگه چه مذهبی داشته باش، چه باوری داشته باش. هیچ ضدیتی برخلاف گفته این شخص، کوچکترین ضدیتی نه با اسلام، نه با شیعه است، نه با هیچ مذهبی، فقط و فقط مذهب حق دخالت به سیاست رو نداره و اینو قانونی نهادی نمی کنن. و اینجا میگه که باز دوباره این نوشته، دین باوران می توانن از حمایت دولت برای انجام شعائر مذهبی خیش و نداشتن ترس و اجبار در قبول یا عدم قبول یک دین برخوردار باشن. خیلی خیلی ساده میگه که لایسیته نه تنها ضدیتی با دین ندارد، بلکه در لایسیته دین و باور مردم کاملا آزاد و بدون دخالته. حالا از این مسئله لایسیته که امروز مطرحه بیان بیرون، ببینین این ریشه داره تو تاریخمون. 155 سال پیش میرزا فتحعلی آخوندزاده در مورد این مورد نوشته و میگه، و خیلی جالبه، یک رابطه نزدیکی داشته با چند تا از اندیشمندان ایرانی. یکی از اینها، من اینجا اسمش رو خواهم اشتباه نگم، مستشار دوله بوده، ولی ایشون در حقیقت میرزا حسین خان سپهسالاره، داشته از فرنگ برمیگشته ایران و قرار بوده که وزارت عدلیه بدن به ایشون. آقای آخوندزاده که خارج از ایران زندگی میکرده یک نامه مینویسه به میرزا حسین خان سپهسالار، میگه که حالا که شما دارین عدلیه رو در دست میگیرین، از روز اول در عدلیه رو از دست دینگرایان بیارین بیرون، از دست ملاها بیارین بیرون و بذارینش دست حکومت. دینگرایان حق دارن آزادانه به مسائل دینی توجه داشته باشن، نه به مسائل دولتی. خب ببینین 155 سال پیش تو مملکتمون چنین مسئلهی بوده. و اما گفتم دو مطلب، مطلب دوم ماجرای دردناک خودسوزی سحره که این شخص بدون خواندن مقاله من یا گوش دادن به برنامه‌ای که با هم دیگه داشتیم در این مورد صحبت کردن و قضاوت کردن. ببینید دو تا جمله از گفتگوی شما و خودمو اینجا برای شما و برای بینندگان میخونم. ما صحبتمون این بود، جمله اول این بود که امروز همه امان با فاجعه مرگ سحر مشهور به دختر آبی آشنا هستیم. خودسوزی سحر، اعتراض به نابرابری و بی‌عدالتی در رژیم اسلامی است. آیا با این موضوع مخالفن؟ دوم گفتیم که رژیم ملاها، من فکر کنم با این مخالفن، رژیم ملاها از آغاز با ایران و ایرانی در تضاد بود، با آزادی و عدالت و انسانیت در ستیز بود و بنای جمهوری اسلامی بر پایه انکار حقوق طبیعی انسان، تبعیض بین زن و مرد و بین ادیان و مذاهب. من فکر کنم مخالفت ایشون شاید با این باشه. و اما قضاوت به دست بینندگان و همیهنانمونه. من اصلا نمیخوام این موضوع رو ادامه بدم و در موردش بحثی داشته باشم. اگه اجازه بدین میتونیم برنامه‌مون رو با اون مطلبی که بیان کردین آغاز کنیم. خیلی ممنون. شما اجازه بدین من از آقای اکبری تشکر کنم که نوشتن آقای لادن با آن چهره مهربانش به انسان انرژی مثبت میدهند. خانم دکتر بهیه جیلانی هم از پاریس نوشتن که دین میتواند در سیاست دخالت کند اما در حکومت نباید دخالت کند. ممنونم از هر دوی این بیننده ها و بفرمایید با شما هستیم آقای لادن. منم از دوتا بینندتون سپاسگزارم و خوشحالم که توجه میکنن و ایدهشون رو بیان میکنن. ببینید مهمترین چیز اینه که ما همه حق داریم،
هر باوری رو داشته باشی. کلید اصل مطلب اینه. و آزادی هم بخشی از به وجود آمدن ما انسانه. ما آزاد به دنیا میایم و حق داریم که آزاد بیاندیشیم. به هر حال در مورد این که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشون هستند، میخواستم نقش یه بخشی از نقش اینو برای دوستان برای بینندگان باز کنم، برای اینکه الان موقعیت بسیار بسیار برای ما و برای میهنمون خطرناک. یعنی همین بلایی که سر عراق اومده و این نقش تخریبی که دست راستی ها داشتن در نابودی عراق منتظر ما هم هست. اولا ببینیم که لابی و لابیگری چیه. لابی و لابیگری در آمریکا شخص، اشخاص یا گروه هایی هستن که کارشون اینه که بیان کمک کنن به سازمان ها، البته در مقابل پول، در مقابل یک برنامه هایی میان کمک میکنن به یک سازمان، فرض کنیم به یک شرکت عظیم نفتی، که چجوری خواسته هاشو بتونه در کنگره آمریکا به کرسی بشونه، یا میان کمک میکنن به شرکت داروسازی یا گروه های دیگه. همینطور لابی میتونه مالی یک کشور باشه. مثلا یک کشوری فرض کنین آلمان میاد یک شرکتی یا یک شخصیت ها رو در آمریکا استخدام میکنه که اینها بتونن مقاصد آلمان رو به اون سازمان ها و وزارت خونه های که مورد نظر آلمانه بفروشن و ارائه کنن. به این میگن لابی و لابیگری. یک نام دیگه هم که براش هست گروه های فشار. و اما اینجا ببینیم که ما داریم مشخصا در مورد یک لابی ویژه صحبت میکنیم که واقعا تافته جدا بافته ایه. اولا در سیستم آمریکا، در سیستم سیاسی آمریکا، لابیگری یک امر جا افتاده و عادیه. یعنی قانونی شما میتونین کارهایی رو انجام بدین، چنین برنامه‌ای رو پیاده کنین. و اما اینکه لابی اسرائیل که بهش میگن ایپک چرا یک تافته جدا بافته ایه، به خاطر اینه که به قدری برنامه های دقیق دراز مدت دارن که گام به گام میرن جلو که بتونن فرض کنید یه برنامه رو 10 سال دیگه، 15 سال دیگه پیاده کنن. این چیز بسیار مثبتیه، ما باید ازش بیاموزیم. یعنی توی فرهنگ ما متاسفانه برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی دراز مدت، اصلا وجود نداره. من یادمه که به یکی از داشتیم 4-5 ماشین بودیم در حدود 2-3 سال پیش از انقلاب، داشتیم میرفتیم از تهران بریم شمال، بریم دریا. بعد من به یکی از دوستا گفتم که شما ماشین تو چک کردی، روغنش رو چک کردی اینا، از داشتم این صحبت رو میکردم باش، گفت بابا ما بیمه از تباسیم. یعنی این جور چیزا زیاد توی سیستم ما جایگزینی نشده. ولی اولا ببینیم که چطور شده که این مسئله رو من دارم پیش میکشم. یک کتابی نوشته شد به وسیله 2 تا استاد پژوهشگر نویسنده بسیار بسیار معتبر، یکی از دانشگاه شیکاگو و یکی از دانشگاه هاروارد، یک کتابی نوشتن به نام لابی اسرائیل و هر دوشون یهودی آمریکایی هستن، بسیار اشخاص درست و مورد اعتبار جهانی در کارشون، ولی چون حقایق رو فاش کردن به شدت مورد غضب لابی قرار گرفتن و تهمت و فحش و ناسزا سرازیش. چی بود علتش؟ برای اینکه اینا داشتن حقایق رو میکردن، حقایقی که اینا داشتن افشا میکردن، لابی سالها مبارزه میکرد که هیچ وقت رو نشه. و برای مثال اینا کتابشون اینطوری شروع میکنن، میخوام این جمله رو از کتاب بخونم، میگه کمک های گسترده نظامی، کمک های نجومی مالی و پشتیبانی یک طرفه دیپلماتیک آمریکا از اسرائیل هیچ ربطی به
مسائل سوق الجیشی استراتژی نداره و از نظر معنوی قابل توجیه نیست، بلکه مدیون قدرت لابی اسرائیل و همبستگی شخصیت‌ها و گروه‌هایی است که دنبال اعمال نفوذ در سیاست خارجی آمریکا به نفع اسرائیل هستند. یعنی به این وضوح کتابش اینطوری شروع کرد. ببینید، عرض کردم خدمتون که با برنامه‌ریزی دقیق کاراشون انجام میدن. میخوام اینو بازش کنم، یعنی فقط حرف نباشه. بعضی از دانشجوهای فرض کنین سال سوم و چهارم دانشگاه و بعضی از فارغ التحصیلایی که تازه از دانشگاه اومدن بیرون، این لابی به اینها تمام امکاناتو میده، حتی حقوقشون رو میپردازه، مخارجشون رو میپردازه و خود لابی تماس میگیره با چند تا نماینده در پارلمان آمریکا، در کنگره آمریکا، میگه من مثلا 5 تا جوان دختر و پسر برای شما دارم که مجانی طی 2 ماه تابستون رو برای شما میخوان کار کنم. خب شما میدونین که کسی بخواد برای شما مجانی کار کنه، شما اعتراضی به این مسئله نداری، مخصوصا 2 ماه، یعنی 8 هفته 5 نفر مجانی برای شما کار میکنن. خب اینا میرن کار میکنن، بسیار خوب کار میکنن، خوش خدمتی میکنن و این کار رو 2 سال 3 سال انجام میدن. خب نگاه کنید شما اینجا، اولا در این 2-3 سال هر سال 2 ماه کار کردن، میبخشید، اینها کاملا آشنا میشن با این سیستم کاری این نماینده و سیستم کاری کنگره. دوم، پس از اینکه این دوره مجانی 2-3-4 ساله تمام شد و این آقای کنگرسمن، این نماینده پارلمان، بخواد کسی رو استخدام کنه، فکر نمی کنین که این چند نفر 80% از دیگران بیشتر شانس دارن؟ برای اینکه هم کارشو میدونن، هم روششو میدونن و به آسونی به این وسیله تونستن یک قدرت عظیمی در کنگره آمریکا داشته باشه. خب حالا جالب چه کجاست، این واقعا باور نکردنی، و اون این که انقدر اینها به کارشون وارد میشن و مورد اعتماد قرار میگیرن و انقدر لابی کمک های مالی به اون نماینده مجلس میکنه در این مورد، که اون نماینده مجلس لایحه هایی که راجب خاورمیانه و در راجب اسرائیل میره این اشخاص بنویسن. ببینین این بی نظیره. خب شما فکر میکنین اینایی که نماینده و وابسته به لابی اسرائیل هستن چه نوع لایحه‌ای می‌نویسن برای این موضوع؟ فکر کردم این برای بینندگانتون جالب باشه. و اما ایپک وقتی میخواد یه لایحه بنویسه، لایحه رو در چارچوب خواسته ها و نیازهای اسرائیل می‌نویسه، بعد میده به اتاقهای فکر. نمیدونم در چه اندازه همیهنانمون میدونن که اسرائیل در آمریکا یک سری اتاقهای فکر داره و با اسمهای بسیار بسیار قشنگ و جذاب برای اطلاعات عمومی، و هیچ کس نمیدونه که اینا وابسته هستن. و این ایپک لایحه رو میده به اونا، این اتاق فکر اینا رو بررسی میکنه، تنظیم میکنه و میده به دولت اسرائیل. اونا تغییراتی که میخوان میدن، میده به وزارت دفاع و ضد اطلاعات، اسم ضد اطلاعات وزارت اطلاع هست شنبت، و اونها بررسی میکنن و بعد برش میگردونن به لابی، لابی اونو میده به این اعضا و اینا توی کنگره اینو ارائه میکنن و کارهای اسرائیل رو مو به مو، گام به گام خواسته هاشو انجام میده. و اما برای این که بدونیم که در آغاز یک بخشی از عنوان این نوشته بود اختابوسی به نام لابی، میخوام نشون بدیم که چقدر این دست ها یا این نمیدونم اسم دیگه برای اختابوس هست، برای اون دست هاش
اینجا به انگلیسی میگیم تنکل. میخوام نقش لابی رو براتون بگم در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش آمریکا که در همه چی دخالت میکنن و اومدن سرمایه گذاری بسیار بسیار عظیمی در دانشگاه‌ها میکنن، کمک‌های بسیار بزرگی میکنن که بتونن در این که کدوم استادهایی چه نقش‌هایی داشته باشن یا حتی استخدام بشن یا نشن و کتاب‌های درسی چگونه باشه، نه تنها تا اونجا جلو رفتن، بلکه اگر کسی بخواد کتابی منتشر کنه که برای اسرائیل هورا نکشه، سعی میکنن اون کتابو در نطفه خفه کنن. میخوام دو تا مثال بزنم که همیهنانمون بدونن که مسئله تا چه اندازه مستند. یکیش 1998، یعنی در حدود 20 سال پیش، یک استادی به نام نورمن فینکلستین که من با ایشون در حدود نزدیک به 20 سال دوستی و آشنایی دارم، ایشون متخصص حقوق سیاسی در دانشگاه دیپال در شیکاگوه و یک کلمه آمریکاییه، ایشون یه دونه کتابی رو داده بود به چاپخونه، روی این کتاب 3.5 سال کار کرده بود و این یک سازمان خیلی خیلی قدرتمندی در آمریکا هست، یهودی، به نام ADL. ADL has Anti-Defamation League که جلوگیری میکنه از هر چیزی که برای اسرائیل خوب نباشه یا منافع اسرائیل نباشه. ADL تماس میگیره با صاحب و رئیس اون چاپخونه که داشته اینو منتشر میکرده که جلو اینو بگیر، نذاره چاپ بشه. باز دوباره یه چنین چیزی، چون که این آقایستین تبدیل شده بود به یک هدف برای لابی که اینو حذفش کنن، و کتاب دومشو که میخواستن جلوشو بگیرن 2003 بود که روی این در حدود 4.5 سال زحمت کشیده بود و خواستن جلو اینو بگیرن. این دفعه رفتن یک دونه استاد دانشگاهی که در هاروارد به نام آلن درشویتز، یکی از مالکش های اسرائیله، و رفتن اونو بهش یه مقدار زیادی پول و اطلاعات دادن و اون یک سری چی بهش میگیم اترنیز وکلای قدرتمندی رو در آمریکا استخدام کرد که برن جلوی نشر این کتابو بگیرن و اینا مبته به اون نتیجه که میخواستن نرسیدن، ولی به نتیجه نهایی رسیدن. برای اینکه انقدر دانشگاه دیپالو تحت فشار گذاشتن، انقدر پول دادن، انقدر جلوی پولها رو گرفتن، تهدیدش کردن تا بالاخره رسوندن دانشگاه دیپالو به جایی که پشت پرده دانشگاه و پروفسور فینکلستین یک گفتگویی داشته باشن و پروفسور فینکلستین بره دنبال کارش. ببینین یعنی در این حد حاضرن در مسائل دخالت کنن. حالا این آقای نورمن فینکلستین که لابی اسرائیل باش مخالفت کرد، واقعا داستان جالبی داره. ایشون بیش از 40 تن از اعضای خانوادهش و اقوامش در اردوگاه‌های مرگ در آلمان کشته شدن. پدر و مادرش هر دوشون از اردوگاه‌های مرگ پس از ورود متفقین نجات پیدا کردن، اومدن به آمریکا و فینکلستین و برادرش نتیجه اون ازدواج هستن. یعنی برای لابی فرق نمی‌کنه که شما کلیمی هستی یا نیستی. اگه با لابی و با اسرائیل و خواسته هاش همراه نباشیم، میخوان ترتیب تو بدن. برای اینکه قدرت لابی رو در دانشگاه ها ببینیم، فکر کنم همه با نام دزموند توتو آشنا هستن. اگر احیانا نیستن، دزموند توتو تمام عمرش رو در آفریقای جنوبی برای مبارزه با بی‌عدالتی و بی‌قانونی و تبعیض نژادی جنگید و مبارزه کرد و برنده جایزه صلح شد.
یک دانشگاهی در آمریکا اینو دعوت میکنه که بیاد سخنرانی کنه. لابی وقتی میفهمه این میخواد بیاد، میره انقدر فشار میاره رو دانشگاه که این دعوت رو باید پس بگیرید. حالا چرا؟ برای اینکه ایشون، میخوام بهتون برای بینندگانتون بخونم که چی گفته بود. ایشون گفته بود که رفتار غیر انسانی اسرائیل با فلسطینی ها نگران کننده است و شاید در دراز مدت برای امنیت اسرائیل مفید نباشد. همین کافی بود که زیرا به این آقا رو بزنن و اجازه ندن که بره در دانشگاه سخنرانی کنه. حالا میخوام نقش را یا لابی رو نشون، نقش لابی اسرائیل و قدرتش نشون بدم در انتخابات آمریکا. یه مثال بسیار جالبی در این کتاب هست. میگه که در انتخابات ریاست جمهوری 2008 سه تا کاندید اصلی بودن: سناتور مکین، سناتور کلینتون و سناتور اوباما. سناتور مکین از حزب جمهوری ها و اون دو سناتور دیگر از حزب دموکرات. خب ببینید، فکر کنم همه اینو میدونن که حزب جمهوری ها و دموکرات با هم در تضاد هستن. دید و برنامه و خواسته هاشون چه برای سیاست داخلی چه برای سیاست خارجی آمریکا متفاوت، حتی مخالف. ولی این سه نفر میرن تو جلسه سالانه ایپک در واشنگتن. تنها موردی که اینا با همدیگه هیچ مخالفتی ندارن اسرائیل، طرفداری از اسرائیل، و اینکه این سه نفر توی سخنرانیشون با هم رقابت میکنن که کدومشون بیشتر طرفدار اسرائیل هستن. ببینید کار به کجا کشیده و قدرت لابی در چه حدی. و اما میخوام به این موضوع اشاره کنم که در این کتاب میگه که در زمینی که اینا انقدر قدرتمند هستن و میتونن کنن یه نفر انتخاب بشه، میگه شانس انتخاب اشخاصی که با سیاست اسرائیل و صهیونیستا موافق نباشند در انتخابات آمریکا بسیار ناچیز است. برای اینکه باز دوباره از حرف درش بیاریم و بهتون یه دونه ماجرا رو براتون تعریف کنم. یک شخصی بود به نام پال فیندلی. ایشون نماینده کنگره آمریکا بود از ایالت ایلینور. یه شخص بسیار بسیار معتبر و درستی در ایالت خودش. و میدونین که تو آمریکا وقتی کسی انتخاب میشه احیانا 4 تا 5 تا 10 تا پوینت بیشتر داره از رقیبش. نه پال فیندلی با 80% رأی مردم منطقه خودش انتخاب میشه به کنگره آمریکا. و طی اون دورانی که در کنگره بوده همیشه به مواضع اسرائیل رأی مثبت میده. در اینکه بهش گفته بودن که راهی جز این نیست. و اینم بیشتر از این اطلاعاتی راجع به اسرائیل و راجع به خاورمیانه نداشته. تا اینکه یکی از شهروندایی که در منطقه آقای پاکفندی زندگی میکنه باهاش تماس میگیره، میگه پسرم داشته مسافرت میکرده، وقتی هواپیماش وارد یمن میشه پسرم رو دستگیر کرده و تو زندان. میگه نمیدونم چیکار کنم. اون موقع آمریکا رابطه قدرت بسیار زیادی در داخل یمن نداشته. اینه که آقای فینلی تصمیم میگیره با 3-4 تا از نماینده های دیگه دست جمعی برن به خاورمیانه و ببینن آیا میشه کاری کرد. و اینا میرن به لبنان و از اونجا به یمن. حالا اونو میخوام بذارم کنار، فقط میخوام اینو بهتون بگم که به خاطر مسافرت، به خاطر دیدن و شنیدن مسائل، به خاطر گفتگو با شخصیت‌های مختلف، وقتی آقای پال فیندلی بر میگرده به کنگره میگه که خب ما که طرفدار اسرائیل هستیم، میخوایم صلح بشه، میخوایم بهش کمک بشه، چه اشکالی داره که با اون طرف ماجرا هم
گفتگو کنید. چه اشکالی داره که با یاسر عرفات گفتگو کنید؟ آقا این میشه پیرن عثمون و لابی تصمیم میگیره که این باید بره. در دوره بعدی لابی اسرائیل با صرف میلیون ها دلار پول و استفاده بسیار گسترده از وسایل ارتباط جمعی و صدها داوطلب از سراسر آمریکا که اینا رو میریزه توی ایلینوی، این آقا رو شکست. یعنی و ما توی این کتاب نوشته، میخوام این جمله رو براتون بخونم، میگه این تنها آقای فیندلی نبود که مورد غضب واقع شد و شکست خورد. به چند تا از این نام ها توجه کنین، میشناسینشون. میگه سناتور چارلز پرسی، سناتور ادلای ستیونسون، سناتور ویلیام فولبرایت، نماینده کنگره پال مکلاسکی، ژورنالیست روابط خارجی آمریکا جورجی انگیر، جورج بال، معاون وزارت امور خارجه که قرار بود بشه وزیر امور خارجه دوران کارتر، جیمز انس، افسر نیروی دریایی که در کشتی یو اس اس لیبرتی مورد حمله قرار میگیره. حالا دیگه نام رو ادامه نمیدم، ولی چون رسیدیم به اسم این افسر نیروی دریایی، این داستانش بکنم برای بینندگان جالب باشه. جیمز انس یکی از افسرهای این کشتی بود، نیروی دریایی آمریکا، کشتی یو اس اس لیبرتی، یک کشتی اطلاعاتیه، مجهز به چیزهای جنگی و اسلحه و این چیزها نیست. این کشتی در دریای آزاد در نزدیکه‌های مصر لنگر انداخته و مشغول جمع‌آوری اطلاعات مورد حمله نیرو دریایی و نیرو هوایی اسرائیل واقع میشه. این آقای جیمز انس میگه که پرچمی که روی بالای کشتی بود چند متر در چند متر بود که میشه از هوا دید، از فاصله بسیار دور دید، و اون عمدیه که یه وقت کسی اشتباه نکنه. و میگه نه تنها اشتباهی وجود نداشت، این شخص میگه، بلکه هلیکوپترها و هواپیما میمدن اینقدر نزدیک از روی ما رد میشدن که ما صورت خلبانو میدیدیم. میگه ولی همینطوری ما رو بمبارون میکرده. اینو اگر کسی شک و تردیدی داره بره لطفاً گوگل کنه و نگاه کنه. اسرائیل 56 نفر رو در از افسرها و گروهبانهای اون کشتی رو میکشه، بقیه رو همه رو زخمی میکنه و کشتی در شرف غرق شدنه. من این داستان همینجا میذاریم، ولی این آقا چون اومده داره حقایق رو مینویسه، یک کتابی نوشته، ایشون هم جز کسانیه که مورد غضب لابی قرار گرفته. البته اسرائیل با نفوذی که در آمریکا داشت، اینو یک لغتی هست بهش میگن وایت واش، یعنی ما به فارسی میگیم ماسمالی، اینو توی آمریکا ماسمالی کرد و تموم شد و رفت. حالا اینکه هر کشور دیگه بود بدون اینکه جنگ جهانی روش میشد. و اما آخرین بخشی که در این مورد میخوام بهش اشاره کنم، لابی و نابودی عراق. خیلی خلاصه میخوام برای بینندگان و همیهنانون بگم که نقش اصلی نابودی عراق در دستهای اسرائیل و عواملش بود و روی این سالها کار شد. برای مثال در حدود 1997-98 در اسرائیل در یک سازمان اطلاعاتی، من میخوام اسمشو اینجا پیدا کنم که اشتباه نگم، اسم اون سازمان هست انستیتو اورشلیم برای مطالعات استراتژیک، این در اسرائیل و یه دونه سازمان محافظه‌کار. سه تا از این کاراکترهای کلیمی آمریکایی، ریچارد پرال، داگلاس فایت و دیوید ورسمر،
این سه نفر در اونجا رفته بودن مطالعه میکردن و برنامه ریزی میکردن که چه باید کرد و هدف اصلیشون دوتا بود، که این دوتا این بود: یکی باید دست اسرائیل رو در مورد فلسطینی ها کاملا باز گذاشت، دخالت نکرد، و دوم اینکه چگونه وسائلی فراهم آورد که اسرائیل بزرگ بتونه به حقیقت بپیونده، یعنی مرزهاشو بتونه گسترش بده، و بعد میان در آمریکا و چه روشی و چه کارهایی میکنن که بتونن این کارو پیاده کنن. از زمان بیل کلینتون آغاز میکنن نامه نویسی، لایحه نویسی که این مسئله رو به نتیجه برسونن، و حتی یک لایحه ای انجام میشه، اسمشو میذارن، ببینید چه جالب، اسمش از لایحه آزادی عراق، ولی چیزشون این بوده، میگه که سیاست آمریکا بر این اساس خواهد بود که از تلاش برای سرنگونی صدام پشتیبانی خواهد کرد، این لایحه آزادی عراق. و اما میان با توطئه و دسیسه و برنامه های دراز مدت در تمام وزارتخونه ها نفوذ میکنن، اشخاصی که برنامه شون اینه که باید به عراق حمله کرد، و به صورت سیستماتیک میرن جلو. حتی ببینید چقدر جالبه، این آقای داگلاس فایت یک زمانی 1982 در شورای امنیت آمریکا کار میکرده، ولی چون که دستگیرش میکنه، چون که میبینن که داره جاسوسی میکنه، با مدارک که داشته میدوزیده دستگیرش میکنن و اخراجش میکنن، ایشون میره اسرائیل، 18 سال برای ضد اطلاعات اسرائیل کار میکنه، کامل کامل بهش درس و تعلیم میدن، بعد برمیگرده آمریکا، میشه معاون آقای رامسفیلد که وزیر دفاع بوده و دو تا خواسته ازش داشته، ضد اطلاعات و موساد اسرائیل، که به هیچ عنوان به CIA و بقیه اینتلیجنس در آمریکا اعتماد نکن، خودت یک دونه سازمان به وجود بیار که به اینا ربطی نداشته باشه و خودت مسائلو در وزارت دفاع انجام بده، و این کارو میکنن، و لابی هم میتونه تمام اعضاشو جاسازی کنه، و زمانی که میخواستن وارد عملیات بشن همه چی مرتب در دستشون بوده، در وزارت دفاع، در وزارت امور خارجه، در شورای امنیت و در کاخ سفید هم به صورت دیک چینی حضور داشتن. خب بعد ببینین، یعنی این قسمت ربط داره به ما ایرانی ها، و اون اینه که ما نباید گول بخوریم که اینا یک اشخاصی رو میان حمایت میکنن و میان میسازن برای اینکه برفض بعدن ببرن بشونن سر کار در میهنمون. داستان احمد شلبی مال این زمان، همین ریچارد پرل که صحبتشو کردیم، که یک شخصیت بزرگی در آمریکا بود، بسیار بانفوذ، دست راستی جنگ طلب اسرائیلی، و ایشون با نفوذی که داشت، با قدرت مالی که در اختیارش بود، میاد احمد چلبی، یه آدم خودمحور که دنبال منافع خودشه و میخواد مطرح باشه، میاد اینو میکشه جلو و تو آمریکا مطرح میکنه، انقدر این جلو میبره که میتونه با بوق و کرنا جا بندازه به صورت یک دونه رهبر عالی اپوزیسیون. من برای این میگم ما باید حواسمون جمع باشه که یه وقت گنجشکو رنگ نکنن به جای قناری به ما بفروشن. این میاد برای این که به این احمد شلبی، این تو همین نوشته رو اینجوری براتون بگم، میگه احمد شلبی را به مقامات آمریکا معرفی کرد، با صحنه سازی توانست برای شلبی اعتباری دست پا کند، حتی او را در حد رهبر بزرگ اپوزیسیون عراق ارتقا داد. خب ببینید،
اینه که ما باید حواسمون جمع بشیم. و اما شاهکار اسرائیل در مورد حمله به عراق بخشی که ربط داره به ارتش عراق، یعنی نه تنها آمریکا رو وادار میکنه که بره با عراق بجنگه، بلکه یکی از مأمورای خودشو میذاره از طرف آمریکا که بشه گاورنر، بشه رهبر، بشه نمیدونم والا فرمانده غیر نظامی عراق از طرف آمریکا. اسم این هست پال برمر، و این پال برمر بدون اجازه آمریکا، بدون اطلاع وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و CIA و ضد اطلاعات ارتش، فرمان شماره 2 رو صادر میکنه برای نابودی ارتش عراق. یعنی آمریکا در مقابل یک حرکت انجام شده قرار میگیره و به شدت از این موضوع ناراحته. و میخوام جملهشو پیدا کنم براتون بخونم که میگه که انحلال ارتش عراق شوک عظیم و ضربه جبران ناپذیری برای آمریکا بود. حتی جورج بوش با شنیدن این خبر جا خورد و واماند. جنرال پیتر پیس معاون کل ستاد با تعجب گفت که فرماندهان کل ستاد از وجود چنین برنامه‌ای کاملا بی اطلاع بودند. جنرال ابی زید و جنرال مکنن فرمانده ارتش آمریکا در عراق از این حرکت ناگهانی و خارج از دستور به شدت ناراحت و نگران عواقب شوب آن بودند، زیرا نوشته 300 هزار نظامی عراق به جای شرکت در برقراری امنیت و دوباره سازی میهنشان تبدیل به دشمنان دور دیده و مسلحی شدند برای یاغیگری و مبارزه با ارتش آمریکا و ادامه جنگ و نابودی. بعد میگه که کالین پاور وزیر امور خارجه و کاندالیسا رایس رئیس شورای امنیت، حتی کاخ سفید، همه در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتن. خب ببینین، وقتی شما نگاه میکنین به تعداد کشته و زخمی، تعداد آواره، تعداد فراری از عراق، و اینکه نگاه میکنین که چجوری تمام سرمایه هایی که طی 25 سال قبلش در عراق گذاشته شد و عراق رو داشتن تبدیل میکردن به یک شرکت، به یک کشور مدرن نسبت به خاورمیانه، همه چی نابود شده از بین رفت. و من اینجا در آخرش نوشتم که باید بیاموزیم که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشان هستن. باید بیاموزیم که عوامل بیگانه و وابسته مانند شلبی ها در زمینی که میتوانند باعث تعویض مهره ها شوند، ولی نتیجه سرسپردگی و درماندگی مردم و سروری بیگانگان است. تأمین حقوق ملت در برپایی یک حکومت مستقل و ملی است. سپاسگزارم. ممنونم از شما. من لینک اون نوشته رو توی این قسمت برنامه زنده فیسبوک قرار میدم و دوستان در حین برنامه اون APAC رو نشون دادم، AIPAC American Israel Political Committee something like this میشه. آقای لادن، این هفته مهمترین خبر UN یا سازمان ملل بود و از اون مهمتر استیضاح ترامپ. در این دو مورد نظری دارید شما؟ حتما با کمال میل. اولا که ببینیم، ترامپ نه آمریکا براش معنی و مفهوم داره، نه آمریکا یا براش ارزشی دارن، نه کوچکترین ارزشی برای قوانین و قانون اساسی و حقوق، هیچ. ترامپ یک بعدی مطلق در مورد منافع خودش، خانوادش و سلام، هیچ چیزی براش ارزش و اهمیتی نداره و حاضر زمین و زمون رو به هم بدوزه
که به مقاصد خودش دستیابی پیدا کنه. اینی که یک چنین جانوری تونسته به قول خودشون با دوز و کلک و با کمک اسرائیل و کمک روسیه به حکومت برسه، اونها دنبال منافع خودشون بودن و تونستن یک کلاهی رو تا نمیدونم چی بهش میگیم، تا گردن یا تا گوش بکشن سر آمریکا. پس بنابراین اول با شناخت ترامپ باید بدونین که اگر بشه اینو از جا کند و بیرونش کرد، یک بزرگترین موهبتیه برای آمریکا و مردم آمریکا و حتی برای سیاست جهانی. برای اینکه آدمای اینطوری خطرناکن، کسی که فقط و فقط دنبال منافع خودشه بسیار بسیار خطرناک. و اگر حالا بریم روی غیر از برداشتن، بریم روی اصل مطلب، این چندین میدونین که حداقل 7-8 مسئله هست که میتونه یک پایه‌ای باشه برای برکناری، ولی این مسئله آخر یه واقعا یه چیز مافیایی و کانگستریه که شما بیای به رئیس جمهور یک کشور دیگه که نیاز داره به پول و اسلحه آمریکایی که از کشورش دفاع بکنه در مقابل تجاوز یک تجاوزگر که الان در شرف اجراست، میگه من موقعی اینا رو به تو میدم که تو خواسته منو انجام بدی. و اینو چندین بار تو این گفتگوی تلفنی تکرار کرده، یعنی تردیدی وجود نداره که الان زمینه هست که بشه ایشون از جا بکنه. مطلب دومی که اشاره کردین راجع به سازمان ملل بود؟ بله بله، نشست امسال سازمان ملل، این صحبتایی که شده، اون خنده و گفت و شنود روحانی با ترامپ انگلستان، بعد پادرمیانی آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، و فکر میکنید چی میشه؟ چون مکرون گفت اگر این فرصت رو از دست بدید به این زودی ها نمیتونید باز با هم بشینید و صحبت کنید. ببینید، اگر فقط و فقط در همین چارچوب کوچیک، چون میدونید که عوامل دیگری هم نقش دارن، ولی در همین چارچوبی که شما اشاره کردین نگاه کنیم، جمهوری اسلامی یه چیزی رو درست تشخیص داده، یا آقای رهبر هر کی هست، خامنه ای یه چیزی رو درست تشخیص داده، و اون این که اروپا کاری نخواهد کرد برای ایران و بیشترش وعده و وعیده، و حقیقت اینه که حرفا رو خوب میزنن ولی کوچکترین گامی بر نداشتن، و برای اینکه میدونن که میتونن به شدت از طرف آمریکا آسیب پذیر باشن و لطمه بزنه بهشون. چیزی که الان مسئله رو یه خود به نفع آخوندا کرده اینه که، یعنی به نفع آخوندا نکرده، اینه که وضع اقتصادی کشورهای اروپایی به شدت تضعیف شده، به ویژه آلمان، فرانسه و انگلیس. و اگر این خروج انگلیس از اتحادیه اروپا انجام بشه که چند برابر خراب خواهد شد. پس بنابراین سه تا کشوری که خودشون گرفتار مشکلات اقتصادی و مالی هستن مجبورن و نیاز دارن به آمریکا، و این باعث میشه که آمریکا در یک محل قدرت قرار بگیره، در یک موضع قدرت قرار بگیره، و برای جمهوری اسلامی بسیار نامساعد. یه چیز دیگر هم بهش نگاه کنیم، این تحریمی که روی ایران هست و اینی که داره میگیم کفگیر داره میخوره به تایدیک، یعنی دیگه چیزی باقی نمونده، آیا این چنین چیزی برای آمریکا هست؟ اصلا برای آمریکا مهم نیست که وضع ایران چجوریه، یعنی این ایرانه که تحت فشاره، آمریکا داره زندگی خودش رو میکنه، کوچکترین مسئله هم براش نیست. پس بنابراین اونم یه جانبه و یه طرفه است، یعنی ایران در ضعف و اینا در قدرت، متفقین نیازمند به آمریکا. ببینید
امکان اینی که این مسئله به خوبی حل بشه به شدت ضعیف. حالا اون خوبی هم امکان داره ظاهری بشه، یعنی اگر احیانا آمریکا و ایران مسئله شنو بدون جنگ و بدون نابودی حل کنن، ایران باید تا زیر شلواریش هم بده و نمیدونم اون عاقبت ما چی میشه در چنین صورتی. خیلی ممنون. یه موضوع دیگه‌ای که چند روز گذشته مطرح شد، حتی از ایران جبهه ملی بیانیه ای صادر کرده بود، این ماجرایی که آقای حسن شریعت مداری، بعضی هم به اسم مهندس شریعت مداری میشناسن، ایشون فرزند آیت الله شریعت مداری بوده، منم دو بار اینجا ملاقاتشون کرد، شورای مدیریت دوران گذار و قرار حمایشی هم داد. اینا شما لبخند میزنید. چیزی در این مورد به اصطلاح دعوتی تماسی از اینها با شما شده یا نظرتون در مورد این چی هست؟ شما به طاق معمول دارین من رو میذارین در یک محل نامناسب، ولی پرسشتون کاملا بجا و درسته و قابل درک. من میگم که اگر اجازه بدین، قراره که شنبه و یه شنبه، فردا و پس فردا، اینها رسما اعلام موجودیت و اعلام برنامه بکنن. پس از اینکه ما برنامه‌شون رو ببینیم، گفته‌هاشون رو بشنویم، بهتر میتونیم قضاوت کنیم. قضاوت اخلاقمون باید یه قضاوت کلی باشه و یه مقداری فکر کنم نادرسته، ولی من فکر کنم در پایان گفتگو راجع به لابی و اینکه چه بلایی سر عراق اومد، فکر کنم مسائلی که در ذهنم بود به خوبی بیان کردم. بسیار ممنونم از شما. نه فقط عراق، حتی مصر با اون به اصطلاح 2011 انقلابی که کرد و هنوز دنبالش هست، الان باز شورش ها شروع شده. جالب تر از همه این بود که دیروز گویا آمریکا یکی از این به اصطلاح چیزهای مومیایی یا اینا رو که دزدیده شده بوده، چون در رابطه با عراق و ارتش آمریکا و اینها هم هست همین ماجرا، که خود اینها وقتی میان شهر رو میگیرن، به جای اینکه امنیت برقرار کنن، خود اینها شهر رو غارت میکنن. و اون هم یه موضوعی بود که توی به اصطلاح خبرها بود و به قول شما صبر میکنیم فردا و پس فردا این دوستان همایششون برقرار بشه و بر اساس گفته ها و خبرهایی که میاد قضاوت میکنیم. من از شما ممنونم. بفرمایید. یک اشاره کوتاه که شما کردین به مصر. ببینین مصر اون حرکت مردمیش درست بود، همینطور که انقلاب 57 درست بود، ولی به کجراه کشیده شدنش از طرف ارتش، اینکه ارتش مصر در اختیار اسرائیل، زیر نفوذ اسرائیل، و این آقای السیسی هم عاملشونه، اونو خطر اونه که همیشه اشخاص خودفروش و وطن فروشی هستن که به خاطر منافع خودشون میان مثل احمد شلبی کشورشون و همه چیشون رو در اختیار بیگانه میذارن. بسیار ممنونم از شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، به امید اینکه هفته آینده هم با شما باشیم. سپاسگزارم. روزتون خوش. ممنونم. روز شما خوش. دوستان عزیز، با آقای لادن بودیم. اون تصویر صفحه فیسبوک اینها ایشون رو نشون دادیم، وبسایتشون رو هم نشون دادیم، میتونید با ایشون مستقیما تماس بگیرید. اجازه بدید من این رو بنویسم که امروز جمعه 5 مهر بود و خانم تنازی هم میگن ایران و مردمش نه برای اروپا اهمیت داره و نه آمریکا، فقط ثروت زیرزمین یا زیرزمینی ایران را میخواهند غارت کنند. بازم از شما ممنونم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر لطف کنید برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بذارید یا شیر کنید، بیشتر ممنون میشم. و اگر حمایت کنید که دیگه نور علی نور، اجازه بدید من این آدرس حمایت رو که خیلی هم ساده است اینجا بنویسیم و از شما خداحافظی کنیم با پخش آگهی
آقای اندی و مکس امینی در روز 26 اکتبر. یادتون باشه به وبسایت این دوستان مراجعه کنید. قبل از این برنامه هم جاهای دیگه برنامه دارن. چیزی که هست بعضی وقتا ما فقط مثلا یه آگهیشون رو داریم و اون آگهی رو اینجا پخش میکنیم یا روی فیسبوک میذاریم. اندی و آقای مکس امینی، اندی خواننده و آقای مکس امینی هم کمدین جوان. آقای آمری خیلی ممنون که با ما بودید و امیدوارم از شوخی های من که بیشتر جدی هستن ناراحت نشده باشید. شما هم بیاین در برنامه صحبت کنید، نظرات خودتون رو بگید و اگر لطف کنید آقای آمری اسمتون رو هم به فارسی بنویسید هم به انگلیسی، دوستان شما رو توی فیسبوک بهتر میتونن پیدا کنن. اگه خواستید ببینید هم چجوری، همین صفحه خود من رو که نگاه میکنید اونجوریه. آقای آمری نوشتن تشکر جناب لادن و جناب سوربی، منم از شما ممنونم که با ما بودید. و آقای اکبری هم نوشتن مهندس شریعت مداری رو من از نزدیک میشناسم، ایشان انسان وطن پرستی و چنان که عده‌ای میگویند جدایی طلب نیست، ولی این کار آخرش مقداری عجیب و غریب بود با این سازمان زدنش. خیلی ممنون، مرسی و روز روزگار بر شما خوش. با امید روزهای بهتر، آیندهی روشنتر، و با هم میریم این آگهی رو میبینیم و با دیدن این آگهی برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. و این هم آقای اندی و مکس امینی. ضمناً ساعت 4 بعد از ظهر یعنی 3-4 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد شماره 240مینش رو هم شاهد خواهید بود از تلویزیون مردم، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. روز روزگار بر شما خوش. Rish Entertainment proudly presents Shanbe 26 October Seger Swim Center for the Arts Orange County برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران اندی چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صدا وقت اگه با عشقای گرمم مکس امی شنبه 26 اکتبر شبی پر هیجان فان انترتینینگ Music and comedy at the most prestigious concert hall in Orange County. Andy و Max Andy در کنار هم و فقط یک شب.